سلام عزیزانم، به برنامه پخش مستقیم امشب خیلی خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و برای شرکت در برنامه پخش مستقیم امشب سر حال و آماده باشید. دیشب هم با هم همراه بودیم با همین عنوانی که در پایین صفحه مشاهده میکنید. اما چرا دوباره همین عنوان و دوباره همین صحبت؟ خیلی از شما دیروز فرصت نکردید حرفاتون رو تموم کنید، خیلی از شما به خاطر شلوغی خط نتونستید روی خط بیایید و در این حال ما باید به یک تصمیم جدیتری برای پایان دادن به این مهنت بی پایان برسیم، پایان دادن به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فلاکتباری که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرد. در پیش روی ما اول ماه مه روز جهانی کارگر هست. چگونه باید این روز رو، روز کارگر، 11 اردیبهشت، 16 روز دیگر رو به یک کیفرخواست بزرگ تبدیل کرد؟ چگونه باید اون رو به یک سکوی مهم تعیین کننده برای مبارزات حق طلبانه مردم ایران، برای دست یافتن به اون چیزی که حق ماست، آزادی، رفاه و عدالت تبدیل کرد؟ هر روز این مبارزه با جمهوری اسلامی، با سرمایه داران، با غاصبین آزادی ها و رفاه و عدالت اجتماعی درگیری، این درگیری هر روز است. اما اول ماه مه، 11 اردیبهشت، 16 روز دیگه ویژگی خودش رو داره. این روز به نام مردم محروم، به نام مردمی که از نعمت مادی که تولیدش کردن و ازش محرومند نامیده میشه، روز اتحاد و همبستگیه، نه در ایران که در کل جهان. در این روز صدای ما مردم سراسر ایران با سراسر جهان یکی میشه، متحد میشه و در این حال دنیا صدای ما رو علیه جمهوری اسلامی، علیه بیعدالتی، علیه این فقر و فلاکتی که روزانه گسترش و افزایش پیدا میکنه، دنیا این صدا رو خواهد شنید. بسیاری از شما دیروز روی خط اومدید، حرفهایی زدید در رابطه با اینکه چگونه باید برای دفاع از خودمون، برای تأمین عدالت، برای تأمین رفاه، برای تأمین خوشبختی چه کار باید بکنیم و چگونه از الان باید تدارک ببینیم برای اول ماه مه. همین روزها ثبت نام برای یارانه به یک معضل بزرگ مردم تبدیل شده، اما در این حال این چیز دیگری رو هم داره نشون میده، خیلی عظیم و باور نکردنی که مردم با چشم خودشون میبینن چگونه همه مردم، 90% مردم هجوم آوردن و حقشون هم هست به خاطر دریافت یارانه. الان چهره فقر و یارانه بگیری آشکارتر میشه. جمهوری اسلامی کمپین را انداخته، بزن و به کوب را انداخته، انصراف از یارانه. همه آمارها، حتی کسانی که در خود جمهوری اسلامی و در دولتش دست دارن میگن که این شکست خورده است. مردم زیر خط فقرن، مردم با فلاکت زندگی میکنن، اجناس روز به روز گرونتر میشه. همین امروز خبر شگفت انگیزی که از زیر دست دولت هم در رفته و انقدر قلمبست که نمیشه زیر هیچ عبا و عمامه‌ای پنهانش کرد، میگه که 70% مردم، این رقم رو شوخی نگیرید، 70% مردم به خاطر مواد کمبود مواد پروتئینی به سوء تغذیه دچار شده. این آمار کسانی است که جمهوری اسلامی به اونها دسترسی داره. این خیلی بیشتر از حدیه که جمهوری اسلامی اعلام میکنه. 70% مردم، فرض بگیریم همین دقیقه، گرچه این آمار یه چیزی حدود 90% کل جمعیت ایران شامل میشه، اما فرض کنیم همینه، 70% مردم توانایی خرید مواد پروتئینی یعنی انواع گوشت، شیر و لبنیات رو ندارن، نمیشه خرید.
سوء تغذیه پای سفره اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران نشسته. قربانیانش در درجه اول کودکان ما رو قربانی میکنه. نیازمند کردن مردم، نیازمند بودن به درد بزرگ این جامعه تبدیل شده. برای اینکه کسی زندگی خودش رو تأمین کنه، با اینکه کار میکنه، با اینکه دو شغل است، اما دستش به هیچ جایی بند نیست. نه تنها دستش به هیچ جایی بند نیست، بلکه گرفتار و بدهکار دیروزش هم هست. از اجاره خونه تا نونی که تو سفره میاد، تا لباس، تا پوشاک، تا دارو، تا درمان، تا پزشک، تا آموزش، به موضوعی لوکس و دستیافت نیافتنی برای مردم داره تبدیل میشه. شب بخیر، به برنامه پخش مستقیم خوش اومدید. بفرمید، صدای شما روی خط هست، صحبت کنید. بفرمید خانم. بفرمید خانم، صداتون روی خط هست، لطفاً صحبت کنید. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید. همینطور شما خانم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. از ایران خراب شده من میزنم. ببخشید و بی‌ادبی بنده رو. نه، خواهش میکنم، بفرمایید، صدا میکنم. شرمنده‌ام وقتی شریفتون میگیرم. من الان زدم به پخش مستقیم شبکه شما نگاه میکنم. این آزادی عدالت رفاهی که نمیشه حق ماست. بله. الو. بله جانم، صداتون هست، بفرمایید ادامه بدید. صدای تلویزیون کم کنم آقا دهاری؟ بله، اگر ممکنه این محبت رو بکنید خیلی بهتر میشه، ممنون میشم. از تلفن بشنوید. اصلا من آزادی عدالت و رفاهی حق ماست. خب بله، شما که بهتر توضیح میتونید، بهتر بیان میدید، یعنی ما یه توضیح مفصل بدید ما چجوری رفاه باشیم با این گرونی، با این بدبختی، با این آخوندا، با این امبامدارا، با این چجوری آزادی عدالت به ما بگید. شما که اینقدر واضح بیان میکنی آقا دهاری. عزیزم، شما به عنوان یک زن اولین چیزی که من منتظرم ازت بشنوم اینه که با این حکومت زن ستیز و قوانینش چه میکنی و خودت رو به عنوان یک زن در رابطه با جمهوری اسلامی چی میبینی؟ میشه راجع به این برای من بگی؟ ما مثلا تو ایران حجابمون رو برداریم، خب هر چیزی مثلا مجلس خط میریم باید عزاداری کنیم، مجلس مثلا عروسی میری باید عزاداری کنیم. میخوام ببینم این عدالتی که میگین شما، هر که سخن شما صحیح، ولی کی که گوش کنه؟ این آخوندهای ما. البته من همسرم فوت شده، نمیدم که برم ازدواج مجدد کنم. از خواستای شما میفهمیدم، شما گفتین رفاه عدالت حق ماست. چجوری ما حقمون هایی میگه؟ میگه تلنگان بر پلنگ تیز چنگان، ستم سوزی بود بر مای گوشمندان. میخوام حق ما رو از خدا، هر چی هست، از این کافرا، از این بیدینا، از این دلان صورت شما خیلی باز میخوام کن نشورای جمهوری اسلامی حقمون رو بگیریم. ما زنی نمیگم چون بیرم آزادی میخوام. آزادی ما در چه حقیه؟ عدالت، رفاه، حقی میگم انرژی هستی حق مسلم ماست. همینطور. بس اینجا عدالت، آزادی، رفاه، حق ما زنای ایرانی است. زنده باد. از شما عاجزانه خواهش میکنم آقای بهاری، با صدای دلنشینتون بعد از اینکه من مختمه که تموم کردم قطع کردم، به حرف من این رو تکرار کنیم. ما آزادی میخواییم، عدالت میخواییم، رفاه، آسایش میخواییم. نیست نداریم مزاحمتی در ما باشه، نیست نداریم آقا بالا سر باشه. من متعلق 52 هستم آقای داری، به طور خلاصه بگم وقتتون نگیرم. اون موقع که 4 سالم بود میگفتن مرگ بر شاه، حالا بگم مرگ بر خودمون آقای داری. درست آقای داری، بعد میگم حالا بذاری من توضیح میدم. آزادی، عدالت، پیروزی، سلامتی آقای بهاری را هرکی موضوعی که در خارج از کشورم. خیلی ممنونم، شما افتخار میکنم آقای بهاری. ممنونم، لطفا شما خیلی افتخار میکنم.
نهایت ممنون از این برنامه رو گذاشتید، واقعا دلم باشه. منم از شما ممنونم. از بقیه صحبت و از تلویزیون بشنوین. اولا خیلی خوشحالم روی این خط اومدید. این تلویزیون و این صدا صدای شماست، تریبون شماست و اولین خواهشم اینه که شما با همسایه هاتون، با دوستاتون، با اقوامتون دست جمعی تلویزیون نگاه کنید، با هم پای این برنامه بنشینید، بر سر صحبت ها با هم حرف بزنید، بحث کنید، با ما در تماس باشید. برمیگردم به همین نکاتی که شما گفتید. خوشحالم که صداتون رو شنیدم. بفرمایید، صدای شما روی خط هست. سلام آقای دهاری، خسته نباشید. شما هم همینطور. بفرمایید نظر شما چیه؟ شما از ایران تماس میگیرم. کار خوبی میکنید. من بخواستم بابت آزادی هست دارم. بفرمایید. والا تو این ایران آزادی وجود نداره. ما باید چکار کنیم در ایران آزادی باشه، در خونمون آزاد باشیم. مملکت خورده به هم، مثلا معلوم نیست چی به چیه، همه سرجمه فقط یارانه و نمیستاد کانادا. ما باید چکار کنیم؟ خب صداتون قطع شد متاسفانه، نمیم چه اشکالی بود. بذارید تا تلفنی نیومده اول برنامه است من راجع به تلفن خانم عزیزی که با ما تماس داشتن صحبت کنم. کار خوبی کردی که با صدای بلند گفتی. من با صدای بلند میگم آزادی و برابری حق مسلم ماست. شب بخیر. بفرمید. سلام آقای بهاری، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. بفرمید نظر شما چیه؟ من میخواستم در رابطه با برنامه‌تون صحبت کنم. یک سوال اول از شما میخوام بپرسم. الان در حکومت سوریه مشاور آقای بشار اسد کی هستش؟ کدوم حکومته؟ خب شما که خودت جوابشو میدینی، چرا از من میپرسی؟ نون مردم ایران توی سفره بشار اسده. بله دقیقاً. خب ببینید، پس حکومتی که در واقع مشوق بشار اسد هست، نون مردم ایران رو داره میده به اون برای جنگیدن، پس در واقع خودش هم از همون تئوری برای حکومت کردن بهره میبره. بله درسته؟ حالا بفرمایید، منم نظرمو بعدن میگم. بفرمایید شما هم نظرتون رو. من میخوام بگم که مردم ایران یه راه بیشتر ندارن برای رسیدن به این سه تا کلمه‌ای که شما هستید، آزادی، عدالت و رفاه. فقط و فقط راهشون این هستش که به فراخوان روز جهانی کارگر همه گوش کنن، پدر، مادر، زن، بچه، پیر و جوان بیان روز جهانی کارگر جلوی در واقع وزارت کار و اونجا همه بمونن، هیچ محل رو ترک نکنه. باید انقدر نبرد داشته باشن مسلحانه، غیر از مسلحانه، اونایی که میتونن تجمع کنن، اهل مبارزه مسلحانه نیستن، فقط تجمع کنن، چادر بزنن همونجا جلوی وزارت کار بشینن. اونایی که میتونن نبرد کنن که باید وارد نبرد بشن با این حکومت. این انتظار خرافاتیه آقای بهاری عزیز. من علی رغم احترام برای شما به شما عرض میکنم، شما یک ماه برنامه گذاشتید حداقل حقوق 2 میلیون تومان. آیا این حکومت به حداقل حقوق 2 میلیون تومان تمکین کرد؟ جواب میدم به شما، جواب میدم. به راحتی حقوق رو تعیین کرد 600,000 تومان. چون که به تمام ارکان حکومت اینجا ما یک دیکتاتوری مطلق داریم. نه خودتون رو گول بزنید، نه 75 میلیون ملت ایران رو. ممنونم عزیزم. ما کسی رو گول نمیزنیم. شما هم جزء فریب خوردگان نیستید. مبارزه ما در روز اول ماه مهر مبارزه مسلحانه نیست. اتفاقا نباید این صحبت ها رو کرد. مردم روز اول ماه مه میان توی خیابون ها به خاطر اینکه عدالت و رفاه و برابری حقشونه و این رو با صدای بلند اعلام میکنن و این حق رو میگیرن. اما اشاره میکنن از اتاق فرمان که شهلا دانشور، چهره‌ای که همه شما میشناسین. به سلام میگم شهلا دانشور به برنامه پخش مستقیم، خیلی خوش اومد. ظاهرن صدای ما رو نداره. الو؟ بله، شهلا دانشور صدای منو داری؟ بله بله، الان. خیلی خوش اومدید به برنامه پخش مستقیم. همه بینندگان عزیز و پیشا پیش روز جهانی کارگر رو شاد باش میگم. بله در خدمتم. ممنونم. من بذارید قبلش بگم که قبل از برنامه
با شهلا دانشور صحبت کردم و ازش خواهش کردم که در برنامه امشب ما شرکت کنه. شرکت کنه به خاطر انبوهی از صحبت‌ها و سوالاتی که شما در برنامه شب قبل صحبت کردید و همینطور همین الان صحبت شد. شهلا دانشور، اولین سوال من اینه، چون وقت ما هم خیلی کوتاه برای گفتگوی با شما، اولین نکته اینه که اول ماه مه چرا انقدر اهمیت پیدا کرده مخصوصا امسال، و شما در این رابطه چی میگید؟ فراخوان شما چیه؟ بله، سوال بسیار مهمیه. اول ماه مه به خاطر جامعیت این روزه، به خاطر اینکه این روز اساسا روز اعتراض به تبخش سرمایه‌داریه، روز اعتراض به نابرابری، روز اعتراض به تبعیض. وقتی میگیم سرمایه‌داری یعنی اینکه همه مسائلی که با خودش داره، بنابراین زنی که آزادی میخواد، مردمی که اعدام نمیخوان، مردمی که سرکوب نمیخوان، مردمی که جونشون از این وضعیت، از این فقر و فلاکت به امان اومده، مردمی که علیه گرانی میخوان اعتراض کنن، علیه زورگویی، علیه تحقیر، علیه همه جوانب این سرمایه‌داری حاکم که بدترین و وحشیترینش در حکومت ایران هستش. خب معلوم چه روز بهتر از این؟ به همین دلیله که صحبت ما و فراخوان ما تو تمام برنامه‌ها به کارگران و به همه مردم، به زنان، به پیر، همونطور که دوستان عزیز اومدن تو این برنامه گفتن، مرد، زن، جوان، پیر، به همه بخش‌های جامعه، این روز به ویژه تو اوضاع سیاسی جامعه ایران که مردم علیه فقر و فلاکت، هم تو گفتم به چنین وضعیتی رسیدن، جامعه در انفجار هست، به ویژه در ایران این روز جایگاه بسیار مهمی داره. به ویژه در ایران که اعتراضات کارگری چنین حالت انفجاری پیدا کرده، محیطای کارگری، تومارهای اعتراضی، فراخوان به تجمع، فراخوان به اعتراض سراسری داره میجوشه، علیه دستمزدهای 608,000 تومانی زیر خط فقر و علیه گرانی و علیه اینها، به ویژه در ایران جایگاه بسیار مهمی داره. روز کارگر به این معنا که کارگر به عنوان اون بخش از جامعه که علیه کل این بساط استثمار این توخش هست، نمایندگی میکنه همه خواستای کارگران رو و میتونه کل همه خواستای کل جامعه رو و میتونه کل جامعه رو بسیج کنه، با خودش به جلو بیاره، جلوی صحنه جامعه باشه. به همین اعتبار فراخوان من به همه مردم است، به همه بخش های جامعه است، و این تو اوضاع متحول سیاسی امروز ایران و حتی جهان یه فرصت بسیار مناسبی هست، همونطور که دوستان عزیز تاکید میکنن که تو این روز بیرون بیاین و خیابانها رو در اشغال خودمون داشته باشیم و این روز به روز اعتراض گسترده خودمون تبدیل کنیم. اما برای تجمع چی میگید شما؟ مردمی که روی خط میان، عزیزانی که اظهار نظر میکنن، جاهای مختلفی رو پیشنهاد میکنن. بله، شما در این راه فراخوان ها رو شنیدیم. بله بله، همین فراخوانی که کارگران ذوب‌آهن اصفهان دادن یک الگوه. بله، کارگران ذوب‌آهن اصفهان فراخوان دادن که روز اول مه جلو استانداری جمع میشن. فراخوان من به همه کارگران، به همه معلمان، پرستاران و مردم تو این شهر که وسیعن به این فراخوان پاسخ بدیم. شعارها و خواستا روشنه، همونطور که اون خانم عزیزی گفتن، عزیز گفتن، همینطور که تیتر و عنوان برنامه شماست که آزادی، عدالت، برابری حق مسلم ماست، اعدام نمیخوان، تبعیض نمیخوان، حجاب نمیخوان، این قوانین ارتجای اسلامی رو نمیخوان، این دم و دستگاه حاکم رو نمیخوان. بنابراین خواستا روشنه، مردم رفاه میخوان، مردم فقر نمیخوان، مردم دستمزدهای چند بار زیر خط فقر نمیخوان، مردم اعدام نمیخوان، مردم سرکوب نمیخوان، مردم حجاب نمیخوان، مردم تبعیض علیه زن رو نمیخوان، مردم برابری میخوان. همینا رو باید بیانیه کرد، همینا رو باید قطعنامه کرد، همینا رو باید شعار کرد و تو به طور مثال تو شهر اصفهان وسیعاً به این فراخوان پیوست. تو مشهد کارگران رو راه هم فراخوان دادن. بله، در تهران در جاهای مختلف گفتمان بر سر این هست، وسیعاً بر سر این هست که جلوی وزارت کار و جلوی ادارات کار جمع بشیم. تو همین کانال جدید همه فراخوانشون اینه که بریم جلوی وزارت کار جمع بشیم. بنابراین مثل هر تا از اول صبح میبینی، از ساعت 10 صبح مردم، کارگران، همه بخشا در جنب جوش این هستن که این روز به بیرون بیان. 11 اردیبهشت امسال گسترده تر از هر سال، با اتکا با این نیروی وسیع اعتراضیمون بیرون بیایم،
جلوی وزارت کار، جلوی ادارات کار در اصفهان در مقابل استانداری و به این شکل وسیعاً دست به تجمع اعتراض بزنیم. یک تاکید دارم، اونم اتحاد رهبران کارگری. یک تاکید دارم، اونم اتحاد تحصیل‌های کارگری. همونطور که سال 80 با هم بیانیه مشترک دادن، همونطور باید شاهد بیانیه مشترک از سوی رهبران کارگری باشیم، از سوی تشکل‌های کارگری باشیم. باید شاهد بیانیه‌های اعتراضی باشیم، مثل شاهرخ زمانی، مثل رهبران دیگه. همین الان شاهرخ زمانی بیانیه خودشو داده به عنوان یک کارگر زندانی و خواستای خودشو اعلام کرده. و همه این بیانیه‌ها روی خواستای مشترک تاکید بذاره، از جمله علیه فقر، علیه گرانی با خواست دستمزد، افزایش فوری دستمزد، لغو مصوبه دولت، آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان، و این خواستا رو تاکید بکنیم، پافشاری بکنیم. این تاکید منه و این انسجام، این اتحاد طبعا یک فاکتور مهمیه در سازماندهی یک اعتراض سراسری برای اول ماه مه. و بنابراین من هم صدا با شما فراخوان میدم روز اول مه وسیعا به خیابان ها بیاین و این روز از آن خودمون بکنیم. ممنونم شهله دانشور، لطف کردی که با برنامه ما در تماس بودی علی‌رغم گرفتاری زیادی که داشتی. خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان ما گذاشتی. بله، صداشون هم قطع شد. بنابراین عزیزانم، دو تا شماره تلفن پایین صفحه رو برای تماس مستقیم شماست. صحبت های شهله دانشور رو با هم شنیدیم. آزادی، رفاه و عدالت حرفی است که ما با خودمون توی خیابون‌ها می‌بریم. شب بخیر، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما هم همینطور، خیلی خوش اومدید. بفرمایید نظرتون چی؟ من خواستم در مورد موضوع برنامه صحبت کنم، به خصوص مردم تهران و جوانان اونها. می‌خواستم ازشون بگم شمایی که این قضیه خوشحالی می‌کنید تو خیابون، ماشیناتون رو میارید بیرون برای تیم فوتبالتون دست می‌زنید، این همه خیابونی که شلوغ می‌کنید، بیاید تو تهران این خیابونا رو شلوغ بکنید، بگید بنزین نداریم. بگید چرا ایران که معدن بنزین و نفت گاز جهان، حتی گاز و نفتش بیشتر از امریکاست، ما باید کمبود بنزین داشته باشیم، ما باید بنزین و سوخت گرونتر بخریم. چرا نمیان بزرگ راه یادگار امام و نواب صفوی، خیابانهای کارگر، فلسطین، ستارخان، باقرخان، بهبودی، طالقانی، جمهوری اسلامی را ببندن؟ خیابونو ببندید، خدا شاهده اینا بیان غیرت به خرج بدن خیابونو ببندن، حکومت جمهوری اسلامی 12 ساعت هم عمره میکنه، خیلی زود از این پاشه. حتی این نظامش هم خودشون میبینن که مردم در وضعیت بغرنج به سر میبرن، واقعا مردم فلاکه رسیدن. خود نظام هم باور کن شاید دست دو نفر باشه، خود خامنه‌ای و رفسنجانی، همین نظام هم میبینه مردم، همین نظام هم جنسش از بدنش، از خود مردمه، از ما تشکیل شده. اونا میاد به ما پیوند، اصلاش به ما میدن، هیچ وقت نترسید. شما روز 11 و دیبهش هفت صبح، اول صبح هیچ کم سر کار نمیره، هر که کار رفت کار رو بخوابونید، کار رو تعطیل کنید. اگه بیمارستان کار میکنید، اگه توی شرکت های نفتی، پتروشیمی، چه میدونم مدارس، دانشگاه رو ببرید و هفت صبح اونجا حضور پیدا کنید، از حق خودتون دفاع کنید. خدا شاهد این بهترین الان موقعیته، یعنی موقعیتی که الان شانس اپل به تمام مردم ایران رو کرده و هیچ وقت این فرصت ها به وجود نمیاد. همین الان برای 11 و دیش برنامه ریزی کنیم، ما با 75 میلیون ما میتونیم شرکت پیدا کنیم. الان ایران جمهوری اسلامی 30 سال 35 سال میگن جمعیت ایران 75 میلیون، من مطمئنم از 75 میلیون بیشتر شده. 75 میلیون ما فقط بیکار داریم. اگر اینا بیان شرکت بکنن، من مطمئنم اصلا تهران 12 ساعت سکوت خواهد کرد. مردم بیان فقط سکوت اختیار، نمیخوان کاری هم بکنن، بگم ما گرسنه، ما بیکاریم، ما حقوقمون کمه، ما نمیرسونیم دیگه، ما دیگه در به داغون شدیم، ما آزادی میخواییم بکنن. هر کی کم بودی، هر چی داره بیاد تو خیام وایسه. خدا شده اگر از 28 استان ایران بیان شرکت کنن، ایران به طرز باور نکردنی و شگفت‌زدگی اصلا سقوط خواهد کرد. فقط همه دست مردم بیدار شدید، جوانان بیدار شدید، این فرصت ها کم پیش میاد. با تشکر از برنامه خوبه. ممنونم عزیزم، تشکر از خودت برای صحبت های خوبی که کردی و نکات با اهمیتی که گفتی. ما همین روحیه رو برای دست یافتن به آزادی و عدالت و رفاه میخواییم، با همین روحیه.
این که جمهوری اسلامی پوشالیه، این که جمهوری اسلامی رفتنیه، برای خودش هم فرض مسلمه. خود جمهوری اسلامی هم از امروز به فردا میگه از این ستون به اون ستون یا فرج، همینجوری حکومت میکنه. اقتصادی ویران، جامعه‌ای در بداغان، شیرازش از هم پاشیده شده، نه رفاهی، نه آزادی، نه خوشبختی، نه امیدی به آینده ای در دل مردم وجود داره که بگن جمهوری اسلامی بالاخره آجر رو آجر خواهد گذاشت. دروغ بعد از دروغ، سرکوب بعد از سرکوب، تنها هدیه ای بوده که جمهوری اسلامی به ما مردم داده. شب بخیر، به برنامه پخش مستقیم خوش اومدید. سلام جناب، سلام جناب آقای باری. سلام از من هست، بفرمایید. در برنامه گذشته اومدن رو خط و گفتن که روز اول ماه می 11 اردیبهشت قرار داره میدان انقلاب تجمع کنن که اون روز تبدیل بشه یه سرآغاز سرفصل برای سرنگونی. بله. ولی مثل اینکه هنوز بحثایی که وجود داره میگن که اعتراض به جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی، اعتراض به چی؟ به چی اعتراض کنن؟ سالهای سال 35 سال مردم دارن اعتراض میکنن، مردم الان جو جامعه انفجاریه. بله. مردم خواسته، مردم این نیست که من اعتراض کنم. مردم میگن ما یه حکومت رو با تمام جناحاش نمیخوایم، میخوایم زیر پا لیه کنیم. بحث اینه. احزاب انقلابی به نظر من رهبران انقلابی باید پیشاپیش مردم باشن، نه شعاری که اونا میگن کمتر از شعار مردم باشه. خواست مردم سرنگونیه. سرنگونی نه تنها در سرنگونی در کوتاه‌ترین مدت، متاسفانه 35 سال، 35 سال جنایت داره میکنه، داره به مردها تجاوز میکنه، داره به زنها تجاوز میکنه و بعد میذاره اعدام میکنه که چرا از خود دفاع کردی؟ چه اعتراضی وجود داره؟ یک بیشتر وجود نداره. سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. من خواهش میکنم روز 11 اردیبهشت رو پشت سر مردم قرار نگیرید. خواست مردم سرنگونیه، نه اعتراض. اعتراض به کی؟ به استانداری، به وزیر کار؟ آخه چه کاری هست؟ رئیس جمهور داخل مملکت کاری نیست. حتی برای خود رهبرم کاری نیست. تحت نظری باند مافیایی داره کار میکنه. هنوز که هنوز متاسفانه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ماهیت رو کامل درک نکردن و نشناختن، نمیدونن جنایت تا چه ابعادی، تا چه عمقی. مردم دارن خودسوزی میکنن، دارن خودکشی میکنن، دارن مواد مخدر مصرف میکنن که این مواد مخدر در هیچ جای دنیا نظیر در لحاظ خطر وجود نداره. بابا مردم دارن میمیرن، مردم نمیخوان اعتراض کنن، مردم میخوان رژیم رو لیه کنن زیر دست پاشو. من تو خواهش میکنم 11 اردیبهشت نه روز اعتراض، روز سرنگونی قرار بگیره. نه در وزارت کار که برای اعتراض به یک مزدور جنایتکار میدون انقلاب اشغال کنین. میلیون ها نفر خواستشون اینه، میلیون ها ارتش بیکار وجود داره، میلیون ها گرسنه وجود داره، میلیون ها نفر تحریر شده و تحت ستم وجود داره. مردم بچه هاشون از دست دادن، کشته دادن، سرنگونی میخوان، نه اعتراض. خیلی متشکرم. اگر بحثی داشته باشه ما دیگه ممنونم عزیزم، لطف کردید. خیلی خوشحال شدم صدای گرمتون رو شنیدم. خوشحالم از اینکه شما بیننده یه برنامه تلویزیون کانال جدید هستید. در فرصت‌های حتما به نکاتی که شما گفتید من خواهم پرداخت. اما بفرمایید. شبتون بخیر. الو، بفرمایید. آقای بهاری، بفرمایید. شما خوبه؟ بله، بفرمایید. مقدمم یکی از نکاتی که شما گفتید، گفتید که روز اول ماه مه 11 اردیبهشت روز اعتراض نیست، روز سرنگونیه. به نظرم باید خیلی با دقت بیشتری ما کلماتی رو که به کار میبریم استفاده کنیم، استفاده میکنیم، به کار ببریم. روز اعتراض به چی؟ مردم مسبب بدبختی، فلاکت و فقر، زندگی زیر خط فقر رو میشناسن و اون چیزی که به عنوان تجمع در مقابل وزارت کار گفته شده، فعالین، افراد که پیشرو جنبش اعتراضی مردم هستن، روی خط میان و نظرشون رو میگن، برای اینکه در مقابل اداره‌ای که داره میگه سونامی بیکاری در راه است، کارگر کارش رو میخواد، از اداره کار سوال میکنه. یک محل به عنوان تجمع، شما میگید میدون آزادی، من میگم حالا برعکسش، من میگم خب اصلا همه ما میریم در میدون انقلاب تجمع میکنیم. موضوع بر سر تجمع برای برافراشتن خواستهامون. ما خواستهامون رو باید بگیم تا متحد بشیم. شب بخیر، بفرمید. الو، بفرمید. رفیق بهاری سلام. سلام به شما عزیزم، بفرمایید نظر شما چیه؟
منم همون رفیقی که قبل از ایشون صحبت کردن اعتراض میکی ما سرنگونی را میخواهیم. ما 35 سال اعتراض میکنیم. من مرد 82 ساله هستم. من پدرم در آمده از دست این ظلم و ستم اینها، نه من، تمام مردم. بی که اعتراض بکنیم؟ کی اطلاع میده؟ کی جواب میده؟ کی گوش میده؟ اصلا مگر اینا نمیبینن، نمیشنفن مردم که بدبختی میکشن؟ راست میگوین. شما را به خدا را قبول ندارم. شما را به حقیقت، به صداقت، به محبت قسم میدهم. به رفیقای خودتون سلام میکنم. دست به دست هم بدیم، یه کاری بکنین، یکی از این شهرهای ایران و بزرگ را بگیریم، دور هم جمع بشیم، این تخت سلطنت اینها را به تخت تابوت برگردونیم. آخه این چه زندگیه؟ این چه دا چجوری بگم؟ این چجور آزادیه؟ این چجور اسلامه؟ مرگ بر این اسلام، مرگ بر این مسجد، مرگ بر آخون، مرگ بر دین و مبین و آین و همه چیزشون. من ما دیگه به ستون اومدیم. من دیگه به گالیاره گفتنی خسته شدم. من به سهم خودم تمام آرزویم اینه خیابانهای اینها را، در خیابانها نعش اینها را باید بکشن، تمام اینها را باید از درخت آویزان بکنن. اینها قابل اصلاح نیستن، حرف شنو نیستن، گوش بده نیستن، هیچ گونه اعتراض مردم را جواب نمیدن. همه را با شکنجه و با کشتار و با این همه حرفا. چند دفعه هم خدمت رو کردن، تمام خیابان ها را بستن. جوان ها باید متحد بشن، قدرت اینا در نماز شما هست. اون جا را باید متلاشی بکنن، مردم را باید روحیه بدن. جوان ها باید متحد بشن، زندان ها را آزاد بکنن، زندان ها را تصرف بکنن، اینا را بگیرن زندانی بکنن، روحیه مردم را قوی بکنن، روحیه اینها را تنزل بدن و پدرشون در بیارن. درود بر شما. من دیگه حرف زیاد دارم اما نمیتونم حرف بزنم. ممنونم عزیزم، ممنونم پدر عزیز، خیلی ممنون که با ما در تماس بودی. خوشحالم که یک چنین افراد پر انرژی، معتقد و معترضی بیننده تلویزیون کانال جدیدم. من این صدا رو ضرب در چند میلیون میکنم. این صدای مردم ایرانه، این صدای مردم است که جمهوری اسلامی نمیخوان. شب بخیر، بفرمایید. شبتون بخیر آقای بهاری. همینطور شما، بفرم. خیلی ممنون آقای بهاری. من میخواستم روی سخنم با کلیه ایرانیانی هستش که داخل کشور دارن زندگی میکنن. بله. من میخوام بگم که مردم ایران، دو سوم ملت ایران یا همون 70% که یارانه بگیر هستین، خوب دقت کنید به حرفای من. اگر در روز 11 اردیبهشت شما مردم ایران از اون 70% مردم ایران که 2 نفر هستند، ما اعتبارمون بر این هستش حدود 20 میلیون نفر این جمعیت کل کشور و حدود 5 میلیون نفر یعنی از جمعیت 15 میلیونی تهران حدود 10 میلیون زیر خط فقرن. از این 10 میلیون مردم ایران شما 5 میلیون نفرتون اگر بیاین داخل خیابان انقلاب، حد فاصله میدون انقلاب تا میدون آزادی رو پر بکنید، بدون خونریزی، بدون هیچ درگیری حکومت سقوط میکنه. اما اگر کمتر از این تعداد باشه، اگر حضورتون کمرنگ باشه به هر دلیل، به دلیل ترس، به دلیل مسائل مختلف حضور پیدا نکنید، هم مطمئن باشید تمام این فشارهایی که الان حکومت داره روی خودش خواهد اومد، همه اینها روی گرده شما ملت میاره. تمامی که الان داره یارانه 2/3 جنگ رو برنامه داره حذف بکنه، کما این که الان برنامه داره قیمت سوخت رو، گاز و گازوئیل و غیره رو ببره بالا، و اگر مردم بچینن در تو دست بگذارن، این حکومت به رهبری همون آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چنان فشار اقتصادی ما خواهد آورد ملت که مطمئن باشید همتون کف خیابونا درازکش خواهید شد.
چون تمام شریان اقتصادی این کشور قطع شده ملت. از خواب خرگوشی بیدار شد واقعا. دیگه اینجا زمان شوخی نیست. من به عنوان یک کارشناس اقتصادی میگم تمام درآمدهای کشور ایران قطع شده. کشور درآمدی نداره. داره با ساخت اسکناس اداره میشه. هیچ راه حلی وجود نداره. نیایید بگید ما یه روزه میخوایم سرنگون کنیم. نه. باید بیاین تو خیابونها و بمونید. شما هیچ چیزی کمتر از مردم مصر نیست. آیا مردم مصر، آیا مردم الجزایر بکنید اگر ممنون. این کار رو انجام بدن؟ شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. مشروط بر این که همه تون روز 11 اردیبهشت بیایید به خیابون. کسانی که درآمدشون کمتر از 2 میلیونه، کسانی که خط فقرن، کسانی که مشکل دارن، گوش کنید واقعا. من اعلامی ندارم که اسم خودم رو بگم، ولی خب من هم به سرنوشت آقای موسوی دچار میشم. این حکومت به کسی رحم نمی‌کنه. خلاصه کنید ممنون میشم. حرف بزنه جاش پیش آقای موسویه. تعارف با کسی نداره این حکومت. خلاصه کنید صحبتتون ممنون. همه تون باید دست به دست، زن، مرد، پیر، جوان، بیاد به خیابونا. ممنونم. صحبت های شما شنیده شد. فرصت باشه منم راجع به نکاتی که مطرح میشه بعداً صحبت خواهم کرد. فراموش نکنید اولین اقدام ما برای متحد شدن اتفاقاً حضور ما در همین برنامه است. در همین برنامه با نظراتی که شما دارید در دفاع از آزادی، برابری و عدالت. بفرمایید. شبتون بخیر. خسته نباشید. همینطور شما. من دوباره مزاحمت شدم. اختیار دارید. بفرمایید. یه نکته بود این آقای قبلی گفت که به اصطلاح از میدان آزادی تا میدان انقلاب اگر 5 میلیون نفر بیان. اینو من میخوام اصلاح کنم بگم که از میدان آزادی ما حساب کردیم یه بار گوش تا گوش اگر آدم وایسه و هیچ ماشین هیچی نباشه تا میدان امام حسین میشه 1,200,000 نفر. ده. یعنی اگر 5 میلیون نفر بخوان بریزن داخل تهران از اون 10 میلیون نفری که حداقل واقعا خیلی به درستی میگفت یعنی نصف خیابونای تهران رو بایستی اشغال کنن. یعنی گوش تا گوش آدم جمع بشه. یعنی تعداد خیلی زیادی زنی که برای مردم هم هیچی نیست. یعنی یه سوم مردم هست. و حساب کن اینا اگر بخوان جلو این مردم رو بگیرن مثلا چند تا پاسدار دارن. غیر ممکن است. میگیم آقا تو دو نه بحث غیر ممکن چیه آقای عزیز؟ ببخشید مثلا میگن ارتش ویتنام بزرگترین ارتش دنیا 1,000,000 نفر داره. یعنی اگر ارتش ویتنام رو بخوان بیارن اونجا که بزرگترین ارتش دنیا هر 5 نفر به یه نفر به قول یارو تو جنگ مثل جنگ صحرایی هم نیست که یه نفر 500 نفر بکشه. همونجا 5 نفر یه نفر میگیره. و این خدمت عرض کنم که در رابطه با این که مثلا میگن که ما نبایستی بعضی اومدن میگن که ما نبایستی شعار بگیم که شعارهای اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی بدیم بلکه بایستی شعار سرنگونی جمهوری اسلامی بدیم. این که روی رژیم اسلامی باید سرنگون الو بله بفرمایید صداتون است. این که رژیم اسلامی باید سرنگون بشه امروز اصلا همین الان سرنگون بشه بهتر از فرداست که یه چیزی که هر کسی از ته دلش در ایران خواهانه حتی همین آخوندها حتی کسایی که پاشون گیره و دارن جنایت میکنن دوست دارن زودتر تکلیفشون مشخص بشه یا فرار کنن یا خلاصه یه طوری برگردن به آغوش ملت و خلاصه بیکاره بکنن. این که آرزو هم است ولی اون چیزی که آرزو هم است اون چیزی که خوبه همیشه بهترین کار نیست یعنی عملی ترین کار نیست. آدم باید بفهمه که چه کاری عملا الان ممکنه انجام بدی. این خیلی مهمه که شما یه کاری رو انجام بدی که ببینی که این کار به اصطلاح تاثیر داره که دوستی ها بیشتر بشه رفاقت ها بیشتر بشه تعداد بیشتری بیان و کم کم به همون جایی برسه که شما مد نظرته. مثلا من یه چیزی رو میگم که هر کسی میتونه دقت کنه. آقا سال 88 یه عده 4-5 میلیون اومدن در استان تهران شروع کردن به اعتراضات شدید. صدای منو دارید؟ بله عزیزم بفرمایید. ولی خلاصه کنید دوستان زیادی پشت خط هستن. الان خیلی خلاصه تر بتونه دیگه. اعتراض کردن در سال 88 که حتی خود جمهوری اسلامی گفت اگر یک هفته دو هفته دیگه این امتداد پیدا میکرد ما نابود میشدیم. بعد از اون تحت بهانه سریال نمیدونم توهین به بختیاری ها 14-15 استان در ایران همزمان یک حرکت انقلابی انجام داد و در این حالت
جمهوری اسلامی اصلا نتونست کاری انجام بده. در نهایت بعد از دو سه روز رفت یه شهره که کوچیک مثلا چند نفر رو گرفت که حالا معلوم نیست آزادشون کرد یا دیگه، خبری ما نداریم ازشون. یعنی مثل کهریزک باش درست کنه، اعدام بکنه، کشتار بکنه، بگه فلان نداشت، چون نتونست. تعداد زیاد بود، 15-16 استان بود. اگر میخواست همون کارهایی که تو تهران کرده بود انجام بده، خب میدونست که همون لحظه نابود میشه. و الان در روز 11 اردیبهشت هم همینه. اگر تمام مردم شهرها و بسیار شهرهای ایران بخوان پاشن و هر کدوم بیان و خواستای خودشونو بگن، بگرد آقا بچه‌م مریض میخواد بره دکتر، پول نداره، نون میخوایم، کار میخوایم، بیکاریم. ما میگن 7 میلیون بیکار داریم، 10 میلیون هم میخواد بهش اضافه بشه، همین 17 میلیون میتونن دمار از روزگار این چند تا پاسدار در بیارن، اگر به جایی که بخوان برن نمیدونم بمونن تو خونه یه کاری انجام بدن. خیلی ممنون، ببخشید وقتتون. خواهش میکنم. نه، کار خوبی کردی تماس گرفتیم. ما به همه این بحثا نیاز داریم. برنامه اصلا برای همین خاطره و این موضوع رو امشب ما دوباره به همین دلیل تکرار کردیم که ما در این برنامه داریم متحد میشیم، همدیگر رو قانع میکنیم که چه کاری مناسبتر، عملیتر و شدنیتر هست. شب بخیر، بفرمید. بفرمید. سلام، از من هست عزیزم. آیو آری، سلام علیکم، خسته نباشید. ممنونم. آیو آری، میخواستم عرضه نشید این وضعیتی میگن اینجوری بکنم، یعنی صورت نتونیم موفق بشیم، باید هشتاد درصد ملت ایران به حزب کمونیست ایران بپیوندن، ارتباط برقرار کنن، متحد بشن. اون موقع بیان تو میدان روسی هم تو کار نمیشه. اون موقع همه 10 دقیقه تا یه روز بیشتر تو نمیکشه. اینا گروش رو گون میکنن و از یخی مردم بر میدارن. اون تا زمانی که ما خودمون جذبکار نشدیم و به این به این حس نپیوستیم، این موقع موفق به این وضعیت نمیشیم و عذاب اینا خلاص نخواهید. ایران روحا نمیشید، تنها راه ما اینه که سازماندهی بشید. ممنونم عزیزم. ببین، پیوستن به حزب کمونیست کارگری، متشکل شدن، متحد شدن اولین قدم هست. اجازه بدید که بس در همین رابطه که آزادی، برابری و رفاه چگونه باید به بحث اصلی جامعه تبدیلش کرد صحبت کنیم. شب بخیر، بفرمایید. از ادب و سلام خدمت شما آقای بهاری و خیلی متشکرم از برنامه خیلی خوبتون. بعد طبق یه سری تجربه‌ای که حالا من قبلا توی این تظاهرات ها داشتم، همچین شاید از لحاظ فرهنگ و اجتماعی زیاد خوب نباشه که من بخوام اینو بگم، ولی بهتره که مردم حداقل یه ذره همچین دست پر بتونن برن اونجا. که ما خب خیلی بودم، ما جلو همیشه درگیری ایجاد میشد، ولی میدیدیم که مثلا اون عقبی ها وایستادن اصلا دخالت نمی کردن توی موضوع. میگفتن بذار اول اونا ببینیم چی میشن، جلو بعد ما دخالت کنیم. همچین هم نمیشه دست خالی رفت. به نظر من شاید میگم لحاظ فرهنگ اجتماعی زیاد این حرف خوب نباشه آدم بخواد بگه، ولی بالاخره نیازه، چون اونجا که میری تظاهراته، بالاخره اونا هم نمیان که وایسن دو مقابل شما که بخواین شما هر کاری بکنه، بالاخره درگیری میشه، یه سری زد و خورد میشه. به نظر من و بیشتر هم سعی کنن از همدیگه جدا نشن، چون بیشتر این کسایی که وای میستن توی این خیابونای فرعی خیلی وای میستن، یعنی مامورا یا این بلشماقای جمهوری اسلامی بیشتر توی این فرعی ها وای میستن که هر کسی میره رو میگیرنش و هر کسی بخواد فرار کنه میگیرنش. بهتره که به نظر من خیلی با همدیگه متحد باشن و اصلا از همدیگه جدا نشن و میبینن که جلوی ردیب جلوی که داره کتک میخوره یا هر جوری درگیره باید برن جلو و بخوان درگیر بشن. بالاخره شما نگاه کنید ببینید انقلاب مصر یا انقلاب های دیگر رو نگاه کنید، بالاخره با یه سری درگیری این انقلاب های ایجاد شده و اصلا نیاز داره ما دست خالی بریم اونجا. دو تا شعار ما فکرمون و نظرمون اینه که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگونش کنید.
و نمیخوایم که به قول معروف که بریم اونجا اعتراض کنیم که آقا این چه کاری انجام میدید، این چه مشکلی ما رو درست کنه. نه، هدف فقط هدف اینه که جمهوری اسلام ایران سرنگون بشه به امید اون روز که بتونیم تا همین کانال ان شاء الله جشنشو بگیریم. خیلی متشکرم. ممنونم. من یه خواهشم اینه که بحثو همون جایی که هست نگه داریم و تظاهرات و تجمع اعتراضی روز 11 اردیبهشت 16 روز دیگر رو، راه‌های عملی شدنش، تدارکش، چه چیزهایی رو می‌خوایم بگیم، چگونه می‌تونیم بیشتر در خیابون‌ها بمونیم، راجع به همین‌ها بیشتر صحبت کنیم. شب بخیر، بفرمایید. سلام آقای باری، خسته نباشید. ممنونم، شما هم همینطور، بفرمایید. ما اعتراضمون کامل به جمهوری اسلامیه نسبت به آقای خامنه ای، آقایی که داره خون ملت رو تشیشه میکنه. من از طرف تمام ملت ایران دارم میزنم چون یک جوانم و از تمام جوانا میخوام از 11 اردیبهشت همه بریزن تو خیابون. و من یک اعلامیه فرستادیم برای بچه های بسیج که اونا رو کامل از اومدن جلوی مردم منظر کردیم و جواب گرفتیم که حتما اینا نمیان، اگر هم بیان با مردم هم خیال مردم راحت راحت باشه. با سپاس، نمیتونم زیاد بمونم رو خط. خدا ممنونم. ببین، بذارید من این جمله که این دوست عزیز گفت تکرار کنم. اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، ما هممون میریزیم توی خیابونا. این اولین روحیه ایه که ما باید داشته باشیم. همه ما، نه جوانان، همه ما، اهالی خانواده، پیر، جوان، بزرگ، کوچیک، بچه قنداقی، با کالسکه، ما توی خیابونیم. بلند میشیم چون روز 11 اردیبهشت روزی نیست که در خانه بمانیم. اولین حرف ما همینجا، همین الان که شما پای این تلویزیون نشستین، اولین حرفتون باید این باشه. ما که تو خونه نمیمونیم. روز پنجشنبه است، فرداش هم جمعه است، تعطیله. ما بلند میشیم و میریم تو خیابون. از سر صبح تو خیابونیم. کجا محل تجمع اعلام میشه یا میشنوین یا میگن، میریم همونجا. در شهرهای بزرگ مقابل وزارت، در شهرهای بزرگ مقابل اداره کار، در تهران مقابل وزارت کار عنوان شده. محل مناسبی هم است، پیشنهاد خوبی هم است. ما چی میخواییم و چی میگیم؟ صحبت خیلی زیاد است. همه ما مردمی که زیر خط فقر داریم زندگی میکنیم، ما خواهان افزایش دستمزد هامونیم. حد اقل دستمزد 2,000,000 تومنه، حد اقل. تازه اون به جایی نمیرسه. بفرمید، شبتون بخیر. ما جدن سلام میکنم جناب آقای بهاری. من دوباره تماس گرفتم، کسی بودم که شعار سرنگونی مطرح کردم، ولی منظور من اینه که سرنگونی باید جبش به وجود و مسلمه باید شرطش به وجود بیاد. اینکه مردم بلند بشن از تمام شهرکای اطراف تهران، از محلهای قدیمنشین تهران، از هر جا، از محلهای طولانیشین تهران بیان تو میدان انقلاب جمع بشن، فقط کافی تاکسی بشن، سوار اتوبوس بشن، بیان اونجا بیان، ما بریم خرید بکنیم. اصلا لازم نیست اگر کسی دوست نداره شعار بده، اصلا شعار نده، هیچ هزینه‌ای براش نداره. اگر کسی دوست داره شعار بده، شعار بده، ولی کسی هم دوست نداره شعار نده، شعار نده، فقط یه حضور پیدا کنه. بعد دوستمون میگن 1,000,000 تا 100,000، ما میگیم 10,000 نفر، 10,000 نفر که جمع شهر تهران عوض بشه، این اولین حرکت مردمی خودجوشه که خود مردم دارن انجام میدن. همینطوره. رفتاری در دست هیچ کسی نیست، هیچ واقعا همینطوره. مثل کروبی یا موسوی یا رفسنجانی نمیخوای جران سازماندهی بکنی، سازماندهی مردمیه، شورش مردمیه. 10,000 نفر جوان پهلوان داخل شهر وجود نداره، فقط پول تاکسی بده سوار بده بیاد تو میدان انقلاب. میدان انقلاب شلوغ بشه، اون میدان بسته میشه، خانه‌ها ماشین‌ها شروع به بوق زدن می‌کنن. برای کسی دوست داره شعار بده، دستی به خودش داره، ما مسئولیت اخلاقی نداریم که زندگی کسی رو به خطر بندازیم. اگه کسی دوست داره شعار بده، شعار بده. اگه کسی دوست داره پرچم بلند کنه، پرچم بلند کنه. ولی بقیه مردم که نمی‌خوان هزینه بدن، فقط و فقط بیان حضور پیدا کنن. اگه به فرض اعتراض دارید، اگه به گیرانی اعتراض دارید، اگه به 35 سال جنایت اعتراض دارید، بلند شو به میدان انقلاب.
قرار یه ساعتی باید باشه که ساعت معقول باشه. بنظر من ساعت 12 بسیار ساعت خوبی برای شروع و حرکت، تا شب ممکنه اونجا خیلی شلوغ بشه. همینطور. اگر ممکنه تمام کسانی که این صدا رو میشنون از طریق فیسبوک، از طریق شبکه‌های دیگه تلویزیون، به هر طریقی به مردم اطلاع بدن بابا فقط بین حضور پیدا کن تو میدان انقلاب، ببینید که رژیم چه عقب نشینی فجیعی انجام میده و ممکنه یه حرکت دومینو باشه و منجر به سقوطش بشه. متشکرم، خیلی ممنون. زنده باد. زنده باد. بحث و صحبت تو همین فضا اگر نگه داریم خیلی ابتکارات میاد. الان ایشون چند تا نمونه شو گفتن، کار من هم سبکتر کردن، یه بخشی از یادداشتام دیگه قرار نیست بهش نگاه کنم که یادم نره براتون بگم. یکیش خبر رسونی بود. چطوری این روزو به هم خبر بدیم؟ بذاری من برگردم اون جمله ای داشتم میگفتم که تلفن اومد قطع شد. شما الان پای تلویزیون نشستین، همین الان با خانواده، همین الان قرار روز پنجشنبه رو بذارید. همین الان شما به برادرت، به خواهرت، به همسرت، به فامیلت، به بچهت، بچه‌ای به پدرت میگه آقا جون شما به کیا میری خبر میدی؟ با کیا صحبت میکنی؟ تو مدرسه، سر کارت، محل کار، توی خیابون، توی این فلان صف چی میگیم؟ تو همین صف ثبت نام یارانه ما چی میگیم؟ تا 29 هم قرار اسنویسی ها ادامه پیدا کنه. یکی از راهاش همینه. تو همین صفا یه لحظه اجازه بفرمایید. تو همین صفا ما به هم دیگه خبر میدیم 11 اردیبهشت روز پنجشنبه است، از صبح تو خیابونیم همگی اهالی خانواده. شب بخیر، ببخشید منتظر موندید. بفرمایید. الو. بفرمایید عزیزم، صداتون روی خط هست، صدای تلویزیونتون رو ببندین، بفرمایید صحبت کنید. سلام. سلام از من هست، بفرمایید. نگاه این دولت اسلامی چیه؟ اینگه همه چی گیرون کردن برای چیه؟ نگاه این همه چی گیرون کردن دولت اسلامی آخون. از کجا زنگ میزنی عزیزم؟ ما از یاد. از؟ از کجا؟ رشت، بله. خب برای روز یزد، ببخشید معذرت میخوام. خب ما الان من صحبتم این عزیز من، شما الان این برنامه رو شنیدین، خود شما و مردم خوب یزد، فامیل شما الان تصمیم بر چیه؟ 11 اردیبهشت 16 روز دیگه است، روز پنجشنبه است. از الان شما که از یزد زنگ میزنی میگه این دولت، این حکومت اسلامی همه چیز رو گرون کرده، حرف همینه. شما میدونی کی گرونی میاره؟ فریب کسی رو نخوردی، میدونی گرونی رو ایجاد کردن، همین حکومت درست کرده. شما میدونی دستمزد زیر خط فقر رو این حکومت درست میکنه. نمیتونی دارو و درمان بچت رو تامین کنی، تقصیر همینه. نمیتونی لباس تنش بکنی، تقصیر همینه. سفرت خالیه، احساس شرمندگی میکنی. جوون تو خونه است، اون به جوون احساس سرباری میکنه تو خانواده. میفهمه این حکومته، میفهمه، انگوش نشونش میکنه. شما میپرسید چرا این کارو کرده؟ من میگم میدونی چرا این کارو کرده؟ جوابشو یازده اردی بهش بده. یزد کجا شما میخواین جمع بشین؟ اداره کار یا یه میدون دیگه ای؟ بیاد رو خط صحبت کنین. یزد، اصفهان، رفسنجان، ماهشهر صحبت کنین. پتروشیمی های ماهشهر پرچم 2 میلیون دستمزد رو بلند کرد. پرچمش رو اونا بلند کردن، خط و نشون مثل تابلوی راهنمایی بود، گفتن آقا از این ور راه، از این وره، و مردم همه دیدن اینو، همین رو دیدن. امروز این اعتراض، این اتحاد، این اظهار تمایل برای این که روز اول ماه مه 11 اردیبهشت 16 روز دیگه روز پنجشنبه رو به یه روز بزرگ اعتراضی تبدیل کنن و به یه روز برای اینکه یک گام بزرگتر جمهوری اسلامی رو عقب بزنن و مردم پیش برن. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی فقط میزنه و نه، برعکس، جمهوری اسلامی ترسوتر، پوشالیتر از چیزیه که حتی نشون میده. با دقت میگم، ترسوتر، پوشالیتر. حکومتی که نمیترسه حکومتیه که کنار مردمه، حکومتیه که با مردمه، نه حکومتی که بر مردمه، نه حکومتی که گرونی میاره، کشتار میاره، سرکوب میاره، بیکاری میاره. وزیر کارش میاد میگه سونامی بیکاری در راه است.
موج بیکاری خبر خوش داره به مردم میده. جوانان بدونین تا 7-8 سال دیگه هم کار نیست. عجب خبر خوشی. شما چه وزیری پس؟ خب جمع کن برو. وزیر کار گذاشتن کار ایجاد کنه. ناسلامتی خبر آوردی؟ تا 7-8 سال دیگه هم خبری نیست. خب جمعت میکنن دیگه. مردم برای همین میرن جلو وزارت کار. توی شهرهای دیگه مقابل ادارات کار. میگه آقا کار نیست، نون نیست. دارو درمان من چی میشه؟ اگر آزادی، حق آزادی بخشیش یعنی زندگی من، من چی میشم؟ زندگی من چی میشه؟ آقا من نمیخوام این حکومتو. من آزادی میخوام که بگم من این حکومتو نمیخوام. بیت رهبری درش تخت است. نمیخوام. اعدام نمیخوام. زندانی سیاسی منو پس بدین. شاهرخ زمانی ما رو پس بدین. بهنام ابراهیم‌زاده رو پس بده. پیام شاهرخ زمانی رو براتون میخونم بعد از 36 روز اعتصاب قضا. اگه اشتباه 36 یا 37 روز اعتصاب قضا. شب بخیر، بفرمایید. یا رهبر جمهوری اسلامی، میخواستم تجارت غیر از اسلام تهران در کدوم شهر هست؟ عزیزم خواهش میکنم، اتفاقا کاش خودت میمدی و اعلام تظاهرات تو شهر خودت میگردی، میگفتی در ماه‌آباد اینجاست، در رشت اونجا، همینطور رو خط بیت صحبت کنیم. جوانان، مبارزین و فعالین کارگری، رهبران کارگری، الان شما باید فراخوان مشترک بدید. همین حالا، یعنی الان، یعنی حالا همین ساعت که این حرف رو من میزنم، فردا دیره. همین حالا باید بیه صحبت کنی، بگی تو رشت کجا جمع میشیم، تو اصفهان کجا جمع میشیم، این شهر یا اون شهر کجاست. مراکز صنعتی بزرگی مثل قزوین، اصفهان، مشهد، خوزستان، همه اینها رو باید مشخص کرد. در اهواز کجاست محل تجمع؟ کجا باید جمع شد؟ کجا باید اعتراض کرد؟ اتفاقا یکی از دوستانی که روی خط مثال زدن، گفتن وقتی که به مردم منتسب به بختیاری توهین شد، خوب گفت، گفت تو 15 شهر مردم ریختن تو خیابونا، چه جواب توهین جمهوری اسلامی رو بدن؟ جمهوری اسلامی هیچ غلطی نتونست بکنه. درسته به شهرک توس در دسفول حمله برد، واقعا حمله برد، ولی چه غلطی تونست بکنه؟ غلطی نتونست بکنه. اعتراض نتیجه میده. به همین خاطر با تأکید میگم الان شما باید تصمیمو یکی بکنین و بیان رو خط تلویزیون اعلام کنین. اعلامش ساده است. من با خانوادم توی خیابونم. من در این روز سر کار نمیرم و همین کار الان باید انجام بدی. این اینجوری نیست که یکی دیگه میاد به شما میگه. نه، برعکسه، شما میری به کسی دیگه میگی، میگه آقا جون ما نمیریم، اهالی خانواده ما همگی دست همدیگر رو میگیریم میریم توی خیابون، چه کار میخواییم بکنیم اونجا تصمیم بگیریم. اصلا شما میخوای اون روز رو توی خیابون جشن بگیری، میخوای شادی کنی، مال خودت، اول ماه مه مال خودت، میخوای شادی کنی، میخوای سکوت کنی، میخوای اعتراض کنی، میخوای شعار بدی، میخوای تجمع بکنی، میخوای باندرول دستت بگیری، پلاکارد روش بگیری، بنویسی، بگی آقا من گرسنم، حق من چی میشه، کودک من مدرسهش چی میشه، 7 میلیون کودک مدرسه نداره، سرپناهی به نام مدرسه رو ازش گرفتی، اسباب بازیشو ازش گرفتی، دوست و رفیق دوره مدرسهشو ازش گرفتی، فرستادش تو بیغوله، معلوم نیست چه بلایی سرش میاد تو خیابون. من بچه‌مو میخوام، زندگیمو میخوام، آینده‌مو میخوام. جوونم وزیر کار اومده میگه 7-8 سال دیگه‌م آجی آجی مکه، کار نیست، کجا برم؟ بعد میگه اعتراض هم نکنم، کارم نخوام. بعد بعد چی میشه؟ جوونی که الان 20 سالشه 10 سال دیگه میخوای ببریش سر کار 35 سالشه؟ تازه بهش میگه حالا کار هست. خب قبل از اون چی میشه؟ بیمه بیکاریم چی میشه؟ من متقاضی کارم. شما همینجوری با بگی آقا من متقاضی کارم، کار میدی؟ میگه کار نیست. میگه خب بیمه شو بده. بیمه تو منو بیکار کردی، من که نمیخواستم بیکار باشم. تحصیلات، خب تحصیلات دارم، بفرما. چند تا مدرک مونده رو باز بذارم در کوزه آبشو بخورم. اینم مدارکته. دانشگاه رفتم، بفرما. بیکارم.
وزارت علوم خودش داره میگه، میگه 40%. بابا این اینا عدد میلیونی میشن. 40% تحصیل کردگان کشور بعد از فارغ التحصیل شدن بیکارن. سهم زنان در بازار کار 1/3 متقاضیان کار مرد، یعنی زنان بیکارن. خب دستمزدش چی میشه؟ زندگیش چی میشه؟ تأمینش چی میشه؟ فراموش نکنید یه چیزی رو من بگم، زنانی که به خودتون خانه‌دار میگین یا به شما خانه‌دار میگن، شما کارگران بیکارید، کارگر بیکار، و اون روز نباید تو خونه بمونی. به عنوان زن خانه‌دار نباید بمونی تو خونه، بگی من به همراه فرزندانم، به همراه همه خانواده، من دستشونو میگرم میبرم، به خاطر اینکه من یه زنم، به خاطر اینکه منو کردن جنس دوم که چی بگم، منو از محدوده انسان خارج کردن. شب بخیر، بفرمایید. تلویزیونتونم ببندید و کم کنید بهتر میشه. محبت کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. من میخوام در تکمیل صحبت با مردم عزیز ایران بگم، ببینید مردم ایران 75 میلیون جمعیت دارن. این آمار امروز دست من رسیده. حدود 50 میلیون نفر این مردم طبق آمار ما داریم درآمدشون زیر 2 میلیون تومان در ماه، یعنی از بی درآمد داریم تا حداکثر 2 میلیون. حرف من اینه در تمام شهرهای ایران مردم عزیز، کسانی که درآمدتون زیر 2 میلیون تومنه و یا بیکار هستی، به همراه خانوادتون بیاید روز 11 اردیبهشت در شهرستانها جلوی ادارات کار با خانوادتون بشید. در هر شهری، در تمام شهرها، مشهد، شیراز، اهواز و در تهران جلوی وزارت کار، کسانی که بیکارن چرا برن خونشون؟ کسانی که درآمدشون کمه زیر خط فقر چرا برن خونشون؟ زنده باد. باید انقدر بمونید اونجا تا این حکومت عوض بشه، و تا زمانی که ما حکومتمون عوض نشه هیچ چیزمون حل نمیشه. آقای روحانی که سهله، اگر امام زمان خودشونم بیاد نمیتونه برای این جمعیت 50 میلیونی ایران که زیر خط فقرن کاری بکنه، به جز خود این 50 میلیون که من 20 میلیون نفر از این جمعیت رو گفتم بیان، یعنی 30 میلیون نفر هم حتی نیان بمونن. اگر 20 میلیون بیان، من به شما قول میدم ظرف 1 هفته تمام ادارات تصرف میشه و این حکومت سرنگون میشه. و خواهشم اینه که مردم ایران اگر واقعا میخوان در وضعیتشون تغییر ایجاد بشه، روز 11 اردیبهشت ساعت 2 بعد از ظهر فراموششون نشه وزارت کار و ادارات. خدا میگردم. زنده باد، زنده باد، زنده باد. صحبت سر همینه. این جمعیت میلیونی با تک تک ما تشکیل میشه. فکر نکن من تو خونه میمونم، اونم میگه منم تو خونه میمونم، اونم میگه من تو خونه، هیچ کی نمیاد دیگه. ولی برعکسش هست، میگه من میرم بقیه‌رم با خودم میبرم، من اهل محلم هم میبرم، من همونجا میرم قبض آب و برق و پرت میکنم تو صورتش، میگم برو بپرداز اگه داری. بفرمایید. شبت بخیر. سلام از من هست. بفرمایید. شما هم همینطور. من که عرض کنم، من مخواستم بگم که این آقا بینزد گفت که کجا جمع بشیم، او تو چجور کارگر هستی که نمیدونی از کجا از کجا باید بیرید. در تهران وزارت کار در اون شهرهای بزمرکت استانها و استانداری، در شهرهای کوچیک هم ادارات کار. زنده باد. این دیگه کجا بیریم و چه کار میکنیم نداره. ساعت صبح جمع بشین، همه کسی سر کار نره، کلا همه جمع بشن جلو اداره کار. تن زنده باد. ساعت 2 بعد از ظهر میام سر مغزه میام که دوده جانی کارگر مال توه، از صبح سر کار نه رو ترکیل بکن. تو شهر ما شهرداری اعلام کرده که کسی اعتراض نکنه جلو اداره کار نره، چم شام بیا تو شهرداری با یه شام میخواد مردم تشکیسه بکنه سر مردم کارگرها کلا بذاره که ما شام در فلانجا شام میدیم شروع کباب میدیم. خجالت نمیکشه کارگری که نون نداره بخوره، بیمت رو نمیده، دارن این همه سر کار اذیتش میکنن، میخوان روز جهانی کارگر شام بهش هدیه بدن، چلو کباب بدن. خجالت آور واقعا. جمهوری اسلامی 35 سال داره ظلم و جنایت و غارت تباول میکنه، میخوره جیب دزدان و قاتلان و سردمداران خودش رو پر میکنه از جیب کارگر. بعد هم میان امروز با خجالت نمیکشن، با جسارت تمام میگن مردم تا 6 ماه دیگه آب و برقتون رو گرون نمیکنین. مقایسه بکنیم قرضای الان با 5 سال پیش.
بعد هم میگن ما صفر 6 ماه دیگه گرون نمیم، به تدریج گرون میکنیم که به مردم فشار نیاد. کدام مردم دیگه؟ مردمی که نون نداره بخوره، آب نداره بنوشه، چجور شما از میکنی؟ به چجور هستی میگیم ما 6 ماه دیگه آب و برگو گرون نمیکنیم؟ مگه الان خیلی ارزونه؟ بگه نمیگین از سر برزنده میخواییم از اول ماه می میخواییم بنزینه بکنیم 1200 تومن. این مردم دیگه چی داره که شما میخواییم ازش بگیریم؟ ساعت 6 صبح هیچ کس حق نداره سر کار بره. مردمی که دارین زجر میکشین، مردمی که دارین گرفتارین، بیکارا، کارگرا، از ساعت 6 صبح کسی سر کار نره، جلو ادارات کار باشین. ساعت 2 هم کلن تظاهرات خیابونیه، همه جا فراخوان دارن، کل تشکلهای کارگری فراخوان دارن که از صبح کسی سر کار نره. هر کس سر کار بره از بی غیرتی شه، هر کس سر کار بره به این دزدان کمک کرده، هر کس سر کار بگه در جنایت اینها سهیمه. نگذارین که اعدام بیش از این باشه، نگذارین جنایت بیش از این باشه. 35 سال دزدیدن و چاپیدن و خوردن و اعدام کردن و جنایت کردن، دستشونه. نه، مبارزه باید از یک جایی شروع بشه. چه بهتر که روز جهانی کارگر به دست کارگرها باشه. سال 57 ما کارگرها قیام کردیم، الان هم باید ما قیام بکنیم و تا زمانی که رژیم سقوط نکنه نمیشینیم. میخوان چی را از ما بگیرن؟ ما دیگه چیزی نداریم. ماشین داریم که ازمون میخوان بگیرن، خونه های آنچنانی داریم که میخوان ازمون بگیرن. کارگر 30 سال کار داره کار میکنه، تو حلبی آباد داره زندگی میکنه، تو چادر داره زندگی میکنه، تو خونه های فرسوده داره زندگی میکنه، تو گاوداری ها داره زندگی میکنه. بعد از 30 سال کار یه منزلت کارگر ایرانیه؟ کجای دنیا اینو میپسندن که یه کارگر بعد از 32 سال میخوان بازنشستش بکنن؟ تازه میگن بودجه نداریم و حقوقتو بدین. در کجای دنیا با کدام حیوانی برخورده میکنن که دارن تو ایران با کارگران میکنن؟ چرا اینقدر کارگر ایرانی تو سری خور شده؟ چرا اینقدر تو سر کارگران ایرانی زن 17-18 ساعت کار میکنن، تحقیرش میکنن؟ من صبح اداره کار بودم، یه برمه خانمی اومده بود اداره کار، بلند بلند گریه میکرد و فریاد میزد. نگاه کار فرمان به من گفته تلفنتو بده برای زنگ میزنم. چرا باید با خانم مگه نمیگه؟ مگه خودتون میرسلم اینکه زن ناموس مرده؟ چرا با ناموس مردین برخوردارا میکنن؟ در کجای اسلامتون نوشته کارفرما باید اینجوری باید خانم کارگر برخورد؟ خلاصه کنید که دوستانی هم پشت خط هستن. الان هم کارفرما اینجوری با من برخورد میکنه؟ چرا؟ کجای در قانون جنگل حتی اینو نوشتن؟ دستون در میکنه. ممنونم عزیزم، زنده باد تو و زنده باد حرفایی که زدی. اینا حرف دل مردمه. یکی از نکات مهم، یکی از نکات. شب بخیر، بفرم. سلام علیکم. سلام از من، بفرمید. من یک کارگرم که مدت 35 سال به داخل ایران کار میکنم، از تمام جنایات و خیانات این حکومت فاشیست آدم کش باخبرم و از تمام ملت ایران تشکر میکنم که در این مدت میمان نوازی فراوان شدم. تشکر میکنم و میخوام به تمام مهاجرین افغانی بگم که 11 اردیبهشت خیابان ها پر کنن همراه با برادران ایرانی خود. زنده باد آزادی برابری حکومت انسانی، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، سر تا پا ننگ برای بشریت. با امیدم روز زنده باد. اتفاقا این صدا الان لازم بود. درود بر تو، امیدوارم بازم بتونی بیای روی خط. قطع کردی، من نتونستم باهات صحبت کنم بیشتر از این. بازم روی خط بیای، ما با کارگران ایران و افغان با هم روز اول ماه مه 11 اردیبهشت در خیابونیم. شب بخیر، بفرمایید. الو، سلام. سلام از من است، بفرمایید. آقای بهاری، من یک خانومی هستم از ایران زنگ میزنم، میخوام یه پیام بدم به مردم ایران. بفرمایید. خب ملت ایران، کارمندای عزیز، کارگران عزیز، خواهش میکنم برای 11 اردیبهشت همه در 6 صبح تو آزادی مستقیم تا میدون امام حسین مثل سال 88
همه باید برخیزیم. اگر واقعا دوست داریم مملکتتون از دست این آشغالا، از چنگال این حیوانا نجات پیدا کنیم، باید برخیزیم. و در ضمن میخوام یه پیام به این پاسدارا بسیجیا بدم، اگر به ما ملت ایران زنا مردا حمله بکنی، مطمئن باشین بلایی به سر خانوادتون میاریم که همه تون شناسایی هستیم. بلایی به سر خانوادتون میاریم اگر یک خون از قطره بچک از وجود ما. بلایی مثل 88 دیگه نیستش، سال 88 تا پدر تمام بچه هاتون زن و فامیلتون رو در میاریم. این پیامیه که زن ایرانی داره بگه، باید بفهمید. یا اگر با ما نشین بلایی به سر خانوادتون میاریم که بفهمید فرار کنین از ایران. شما باید فرار کنین. پدر سوختا، خدا نگهدار. ممنونم عزیزم. ما همین روحیه رو میخوایم، با همین روحیه، با همین احساس باید صحبت کرد. این خانمی که الان روی خط اومد صدای زنان ایرانه. زنانی که این صدا رو شنیدید، یادتون بیاد و یادتون به خاطرتون بمونه که این صدا به شما گفت 11 اردیبهشت توی خونه نمیمونیم. و همینو باید رو همین خط اعلام کرد. ما روز 11 اردیبهشت توی خیابونیم. اون کارگری که الان زنگ زد خیلی حرف درستی زد. گفت چی میخوای از من بگیری؟ چیو؟ چیزی که ندادی رو که نمیتونی بگیری. ما اومدیم که بگیریم، حقمونو بگیریم. بفرمایید، شبتون بخیر. بله اینو بگیر. آقای بهاری. جانم بفرمایید. آقای بهاری. بفرمایید عزیزم. صداتون روی خط هست. محبت کنید تلویزیونتون رو ببندید. ممنون میشم. بفرمایید بله. صحبت کنید. من تلویزیون بله، من تلویزیون رو بستم آقای بهاری. می‌خواستم چند دقیقه مزاحمتون بشم. بفرمایید. آقای بهاری، من می‌خواستم لطف کنین به مردم بگین که اگه واقعاً از این به قول معروف شرایط خسته شدن، اولا من یه چیزی خدمتتون بگم. مردم ما یه اخلاقی دارن که باید به قول معروف یه رهبری مثل یه حالت یه رهبر کاریزماتیک داشته باشن که اینا رو هدایت کنن. ببخشید من یه نوع حرفو میزنم، من خودم جزء همین ملت هستم، ولی ملت ما از تمام ملت هم من شهرونده هم، ولی ما ملت یه مقدار بزدل شدیم، ترسو شدیم. یعنی فقط به صرف این که اینا 10 تا بسیجی رو میریزن جلوی ما، به قول معروف یه تق و توقی میکنن، 4 تا باطنی میزنن و اینا. من میخوام اینو بگم، سال 88 اون همه جوونی که خونشون پایمال شد به قول معروف سنگ فرشای ما، آیا ما خون اون از اونا رنگین تره؟ من الان خودم 2 تا بچه دارم، خدا گواه جانباز این مملکت هستم، ولی الان نزدیک 3 سال من بیکارم. 3 سال درجه دار این مملکت بودم، فقط به صرف این که 8 سال خدمت کردم. هر روز که من میرفتم سر خدمت میگفتن آقا تو باید ریش بذاری، به قول معروف چکاتو واکس نزنی، به قول معروف موهاتو با تشوهات حالت ندی. و اینجوری که میرفتم هر روز یه پام تو عقیدتی بود، فقط به صرف این که میخواستن منو مثل اون بسیجی ها و به قول معروف بچه های سپاهی در بیارن. آخرم بدون این که حقوق منو بدن، بدون این که منو از اداره اخراج کردن. ولی به قول معروف من میخوام اینو بگم، با 2 تا بچه من الان تو تهران ساکن هستم و به قول معروف خانمم بره میره به قول معروف خونه اینو اون کار میکنه، خودم الان مرحبی قدیر. ولی با این تفاصیل دیگه بیشتر از این نمیخوام مزاحمتون بشم، فقط میخوام بگم اون کسایی که هیئت های به قول معروف دارن در رابطه با به قول معروف این برنامه هایی که مردم ما هدایت کنن، یه سری باید باشه به عنوان رهبر کاریزماتی که اینا رو هدایت کنه. یعنی تو این دردی که ما وقت داریم کسی باشه که بیاد اینا رو هدایت کنه. من این شماره تلفن رو تا فرکانس به هر کی تونستم دادم، حالا به قول معروف با هر کسی تونستم روز کارگر رو به قول معروف اعلام کردم، با صحبت کردم. ولی تا ما این ترسمون رو کنار نذاریم نمیتونیم به اینا پیروز به قول معروف جلوی اینا در بیاییم. اگه تونستیم که این ترس رو تو خودمون بکشیم، سال 57 من دیگه آخرین عرضم بگم، سال 57 من میخوام اینو بگم، دلار ما بود یک تومن ما بود 7 دلار. ولی الان شما بیان حساب بکنین ببینید چقدر ما با تفاوت دلار رو با پول ایران هستش. آخه شما حساب بکنین به قول معروف با این شرایطی که به قول معروف مردم ما دارن زندگی میکنن، دیگه میخواد از این بدتر آیا بشه؟ خب دیگه این طرز
نامستم و بذارین کنار، مرگ یه بار شیون یک بار قربونتون برم، ببخشم. ممنونم عزیزم. نه نه، موضوع ترس نیست اصلا، اصلا واقعی نیست که مردم میترسن. نکته ای که شما بهش اشاره کردین یه طور دیگه ایه. مردم باید متحد بشن با هم و کار این برنامه اینه که دست همه رو تو دست هم داره میذاره. شما و دیگران میایید نظراتی میگید، مردم میشنون میبینن ای منم همینو میگم، منم همینو میخوام، منم نمیترسم، منم میخوام برم حقمو بگیرم و این شدنی میشه. بفرمایید، شبتون بخیر. الو، سلام آقای بهاری. سلام از من هست، بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید. آقای بهاری سلام. سلام از من هست، بفرمایید صحبت کنید، صداتون رو خط هست، خیلی خوش اومدید. آقای بهاری من اجازه بدین میخواستم این یک بیتی که الان رو تصویر هست من براتون ترجمه کنم اگه اجازه بدین. بفرمایید. ببینین این آزادی، خب فقط یه میدون داریم، میدون آزادی که دوره برش پر مفاد و قاچاق فروش هن که تا صبح علنن قاچاق فروشی میکنن خیلی بیپروا، آخر شب هم موقع بخوابا میان این گوش میشنن. این آزادی ماست، عدالت شده خجالت. آقای بهاری فقط خجالت میکشیم از زن و بچه وقتی میریم تو خونه نمیده با دست خوبی، اصلا عدالتی وجود نداره، فقط خجالت مونده. اون رفاه هم نگاه شده، فقط به همدیگه مردم نگاه میکنن سر تکون میدن مثل بچه دو سالی که سرسری میکنه. آخه اینجوری نمیشه که خاک بریزن تو سر مردم بشینن به همدیگه نگاه کنن. بابا روی پاتون بلنشین وایسین، دستتونو بگیرین بالا. اون حق هم که اصلا تو مملکت ما وجود نداره، حرف حق بزنی سرت بالایی داره. اگر شکایت کنی اینا میگن هیست، شکایتی از ما نکنین، از صحبت حقوق بشر نباید کرد. فقط میمونه اون ماست هم همون یه گل آدم هایی که میان میشنن تو این دانشگاه به حرفای جنتی گوش میکنن، به حرفای اون یارو کرمانی تریاکی میاد برای مردم صحبت میکنن. اینا ماستن، واقعا اینا ماستن. نماز رو برای خدا میخونن، میگه ما برای خدا نماز بخونیم، بعدا سودش میره تو جیب اون کت خدایی که اون بالا نشسته فقط داره مرد کشورهای غربی و اینور و اونور رو میدونه که خودمون رو ارتقا ما نمیدونیم این ارتقا کجاست. آقای سیدعلی خان که الان شدیم رهبر، مردم نشستن درست کردن از خودشون بلند میشن میپرن و هم دیگه میگن یه گل محمدی نمیدان فلان. آقا بیا بیرون یه شب ببین چه خبره، نگاه به این شهر بکن، به این پایتخت بکن ببین چه خبره. دم غروب موتور سواره پاتاق فروش ها رو ببین کنار کابینا بدبختی از بیچارگیه، از شهرستان ها ریختن اومدن اینجا 20-30 میلیون فقط جمعیت این تهران شده. مردم واقعا دارن دیوونه میشن، دارن منفجر میشن، مثل کوه اشمشان دارن اصلا میترکن. کوه چی رسیدگی میکنه؟ امروز تو خیابون جمهوری چهار تا کارگر و بدبخت رو که با موتور خرزبان میرن دنبال یه رقم نون موتوراشون رو گرفتن، چرا موتورهای یکی ها رو نمیگیرن؟ بچه های 16 ساله سترک برای اینکه اونا قاچاق فروشن. آقای بهاری برای اینکه اونا اصلاحی ساعت دارن، از اینا میترسن. خدا شاهد این رژیم با این همه هارت و پورتش از این موتور سوارا میترسه، از این بساطی ها میترسه. میدونن که مردم رو به چه خاک سیاهی کشوندن. اینا فقط هر چی دستشون میاد، هر طبیعی دارن از دنیا میگیرن، میگذن تو شکم سپاه و میگذن تو شکم بشارت هست. همین. زنده باد عزیزم. مردم اصلا به حساب نمیاد. اینا فقط موقع قحطی و بمبارون و جنگ میشه اینا گزینه های روی میزن، یعنی میگه آقا بدنی این مردم مال شما، خودشون زیر میشستن فقط میچاپن و میخورن و میدوزن. شبتون بخیر. شب بخیر. همه ما صدای اعتراض همدیگه رو میشنویم، همه ما مثل هم زیر ضرب جمهوری اسلامی هستیم، همه ما مثل هم زیر خط فقریم، همه ما مثل هم آزادی، رفاه و سعادت و خوشبختی حقمونه و
و برای گرفتن این حق، برای متحقق کردنش الان رو خط بیایید و بگید چه میکنید در 11 اردیبهشت. شب بخیر، بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم. اگه تلویزیونتون رو کم کنید یا ببندید خیلی بهتر میشه. بفرمایید. آقای باری، خواستم از طریق برنامه تو تشکر کنم از شما و میخواستم که به مردم برسونم، به اطلاعشو برسونم که 11 اردیبهشت یادشون نره. فقط همین رو خواستم بگم. تا کی ظلم باید با مو بشه؟ تا کی حق کارگر باید پایمال بشه؟ ممنون عزیزم، کار خوبی کردی، کار خوبی کردی. همین یاداوری هم خوبه، همین یاداوری هم میگه که ببین همه ما صدای همدیگر رو میشنویم. یادت نره 11 اردیبهشت، یادت نره قرار کسی تو خونه نمونه. وا الو، شب بخیر، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. شما هم همینطور. ممنونم عزیزم، نظر شما چی؟ آقای خوب آجا آقا البته نباید بگیرید چون این روزا آجا. حالا بفرمایید، بفرمایید نظرتون چیه؟ بله قربان، صداتون ندارم. صدای شما رسا و خوب روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. صداتون ندارم. صدای خودتون هم قطع شد. صدا ما رو داشتین، ما هم صدای شما رو داشتیم، ما از شنیدن صداتون محروم کردیم. چرا روز اول ماه مه تعطیله؟ یادتون میاد خمینی چی میگفت وقتی که تظاهرات بود و مردم انقلابشون رو ادامه میدادن برای اینکه روز اول ماه مه رو به تعطیلات بکشونن، تعطیل کنن و روز سر کارفرما خراب کنن، این روز باید از دستش در می آوردن. خمینی اومد چی گفت؟ گفت خدا هم کارگره، مورچه هم کارگره، به خاطر اینکه با موج انقلاب مردم روبرو بود، ناچار بود یه چیزی بگه، چیزی که اصلا مربوط بهش نبود. اما روز اول ماه مه با حضور مردم به روز تعطیل تبدیل شد. بفرمید، شبتون بخیر. الو، بفرمید. شب بخیر، حال شما خوبه؟ ممنونم، شما خوب باشین خانم. ما میخواستم بگم که اولا که ما نمیدونیم که کی پشت سر شما هست، ما با این طرفیم از اون طرف. من 25 سال خارج از کشور زندگی کردم، بعد الان 10 سال اومدم ایران. کار خوبی کردم. ایرانی ها پدر صاحبم دست داده. ولی این پیامی که شما میدید، اگر تمام شهرستان های ایران، یعنی اگه 50 میلیون بیرون نریزه، یه همچین چیزی it's impossible، اصلا ممکن نیست. باید اقلن 30 میلیون بریزه اون روز بیرون، وگرنه ما شکست میخوریم. این محاق ممکنه. یه به من بگی که اولا که اون شب هم زنگ زدم پیام گذاشتم، با کی طرفم من؟ بعدم که تعدادی که شما دارین میگین حرف میزنین درسته، ولی یا تبلیغاتتون کم بوده کمه هرچیه، ولی 30 میلیون کم دست از بیا بریزه توی خیابونا، مطمئن باشید ما برنده نیستیم. ممنونم، خداحافظ. ممنونم خانم. ما با کیاییم؟ ما با شماییم. کیا پشت سر ما؟ شما مردم پشت سر مایی. ما با همیم. این از این. شما میگید که کمتر از 30 میلیون توی خیابونا بیان، تبلیغات کمه. من میگم خب شما تبلیغات کن. شما اون 30 میلیونی رو که میگی حرف درسته، من با تو هم مثل تو فکر میکنم. اون 30 میلیون رو من شما درست میکنم. خود شما تصمیم گرفتی تو خونه نمونی، خودت تصمیم گرفتی با فامیلت، با آشنایانت، با همسایه‌هات قول و قرار بذاری. از همین الان شروع کن. وقتی که میگیم برای 11 اردیبهشت تدارک ببین، یعنی همین تدارک ببین. فیسبوکی تدارک میبینی، تدارک ببین. با اسمس میری شعار مینویسی، بنویس. اسمس میفرستی، بنویس، بفرست، خبر کن. 11 اردیبهشت پنجشنبه است، 16 روز دیگه است، کسی توی خونه نمیمونه. نقاطی رو اعلام کردن، شما اومدید روی خط اعلام کردید، روی چند چیز تاکید کردید، در تهران مقابل وزارت کار، در شهرهای دیگه مقابل ادارات کار، اینو شما گفتید، بهترین محل رو شما تعیین کردید. شب بخیر، بفرمید. سلام.
بفرمایید عزیزم، صدای تلویزیونتون رو ببندید. من می‌خواستم صدام مستقیم پخش بشه. بله صدای شما پخش میشه. والا بذار مستقیم منم دارم میخوام ببینم. شما صداتون پخش میشه. محبت کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید که بتونید از وقتتون استفاده کنید. بله. ایشون می‌خواست صداش پخش بشه. برای همه شما که جمهوری اسلامی آمار قربانی کردن خود شما رو به دستتون میده، میگه 70% این جمعیت، من میگم 90% این جمعیت، میگه آقا اینا گرسنن، کم سوء تغذیه گرفتن. چند وقت پیش استانداری اصفهان اعلام کرده بود، گفته بود که اکثریت زنان در اصفهان به بیماری پوکی استخوان دچار شدند. گویا خدا غضب کرد. نه نیست، غذا نمیخوره، پول نیست، مواد غذایی تامین نمیشه تو اون خونه، پوکی استخوان از آسمون نمیاد. پوکی از استخوان بخشی از فقره، زندگی زیر خط فقر یه تیکش همونه. سوء تغذیه یعنی همین، پوکی استخوان یعنی همین، مدرسه نداشتن یعنی خط زیر زندگی زیر خط فقر، بیکاری، کار قراردادی یعنی زندگی زیر خط فقر. میگه با هر بدبختی میاد، هر بلایی سرش بیاد قبول میکنه میاد سر کار، دستمزد بهش نمیدم، پنج ماه دستمزدش رو به عنوان مساعده بهش میدم، مجبورش میکنم. زیر خط فقر یعنی همین. و صحبت بر سر اینه که من اینو قبول ندارم، این بازی نیست. بفرمید صداتون روی خط هست. الو. بله بفرمایید، صداتون روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. اصلا نباشید. یک کم بلندتر ممنون میشم. بفرمایید. اصلا نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. زنده باد شما. بفرمایید 11 اردیبهشت شما میخواید کجا تجمع کنید؟ زن ملت ایران خیلی سخته، ولی اگه بخوان میشه. همینطوره. ما خیلی خوشحال میشیم اگه مردم ایران هماهنگ شن و 11 با هم یک صدا فریاد بزنن. انشاءالله. زنده باد. 11 اردیبهشت تو خود شما الان فریاد زدی، قطع شد صدات. 11 اردیبهشت تو خود شما الان فریاد زدی. زنده باد تو. همه دارن این رو میگن، همه ما داریم قول و قرارامون رو میذاریم، هر کی با هر توانایی که داره 11 اردیبهشت توی خیابونه. یه عده همین الان جوونا دور هم جمعن، میگن چی بنویسیم، چه جوری شعار درست کنیم، چه چیزی رو بگیم که مردم همراه ما بگن. یکی هم ممکنه بگه من فقط خودم و خانواده‌ام تو خیابونم، ولی خونه نیستم. خونه نیستم از کی؟ از سر صبح. از سر صبح توی خیابونم، کسی تو خونه نیست. یادتون باشه شمایید که 11 اردیبهشت رو به روزی برای پیش رفتن و عقب نشوندن جمهوری اسلامی تبدیل میکنیم. هیچ کسی، ما سرمایه به جز خودمون نداریم، نه چشم ما با آسمونه، نه دولت دیگه است، نه کسی دیگه. به قول اون خانوم که میگه من دوست دارم بدونم پشت شما کیه، میگم پشت شما، من و شما پشت پشتیبان هم دیگه ایم. ماییم، ما با همیم، همین، کسی دیگه این نیست. این صدا صدای کیه؟ صدای شماست. قطع شد صدا، صدا قطع شد. این صدا کیه؟ صدای شماست. این فراخوان رو کی میده؟ خود شما دارین فراخوان میدی. به کی؟ به خودتون. 11 اردیبهشت رو کی درست میکنه؟ من شما. کجا متحد میشیم؟ رو کانال جدید متحد میشیم. حرفامونو کجا میزنیم؟ تدارکاتمونو کجا اعلام میکنیم؟ اینجا میکنیم. شعاری در نظر دارین؟ همین روی خط اعلام میکنین. میخواین یه چیزی بگین که مردم یک صدا تکرارش کنن؟ معیشت، منزلت، حق مسلم ماست. همینجا بیا بگوش، اعلامش کن. یه کسی دیگه میاد یکم بهترش میکنه، یه چیزی بهش اضافه میکنه، یه جاش کج درستش میکنه، ریتمیکش میکنه، میگه نه اینو بگیم، اونو میگیم. همینجا اول ماه مه 11 اردیبهشت شروع شده، شروع شده، همینجا داره شروع میشه و خود شما شروعش کردین.
اینجوری به استقبالش میرین، اینجوری دارین ازش پیشواز میکنین، پیشوازش میکنین چون روزته. این روز نه روز تولد امامه، نه پیغمبره، نه شاهه، نه هیچ کسی دیگه، این مال کارگره، مال مردمین که زیر خط فقر نگرشون داشتن، مال آموزگاره، مال پرستاره، مال کسیه که دستمزدشو گرو گرفتن و میاد اول از هر چیز از انسان بودن خودش دفاع میکنه، میگه آقا منزلت، معیشت حق منه، حق انسانی منه، حکومت انسانی مال منه. میخواد این بساط فلاکت و گرفتاری رو از زمین ورداره. چرا باید اینجوری زندگی کنه؟ به چه مناسبت؟ اون آقای خیلی قشنگ گفت، اون آقا گفت چرا در کشوری که روی دریایی از نفت نشسته بنزین رو باید لیتر 1200 تومن بکنن من برم بخرم؟ برای چی؟ به چه دلیل؟ زندگی چند هزار آدم در کردستان به عنوان کولبر از شبیه هیچ چیز دیگه نیست به جز تحمیل کردن یک زندگی غیر انسانی به مردم. اصلا نگاه کردنش زندگی آدم رو سیاه میکنه که چطور آدم ها یه جنسی رو باید بخرن، با چه بدبختی از این مرزها رد کنن بریزن ببخشین توی بازار. به این خاطر 11 اردیبهشت برای ما روز کلیدیه، هر روز دیگه نیست. یه روزه که دنیا میشناسش یه روزیه که دنیا با ما هم صداست و در همین جاست که اتحاد ما استارت میخوره و شروع میشه. یه اشاره شد به ببخشید صدای من یکم مشکل داره یکی از بفرمایید صدای شما روی خط هست. سلام، شب بخیر آقای بهاری. بفرمایید، شبتون بخیر. من میخواستم در جواب اون آقایی که اومد روی خط گفتن که مردم ایران هیچ رهبر کاریزماتیک ندارن عرض بکنم خدمتشون، مردم ایران یک رهبر کاریزماتیک دارن به نام پدر ایران. اعلامیش در تمام شهرها داره پخش میشه به همراه عکس و مشخصات. حکومت بدونه که یک رهبر وجود داره و اون رهبر هم از روز 11 اردیبهشت اعلام موجودیت خواهد کرد و پیامش هم به تمام کسانی که از حکومت دفاع میکنن، آقایان سران پاسدار، بسیجی و نیروی انتظامی، اگر به روی این مردم بخواید اسلحه بلند کنید، باتون بلند کنید، از اون سربازتون گرفته تا اون کسی که اون بالا هست، من به شما میگم که همه تون مدیون این مردم هستید. شما با پول فروش پول نفت این مردم دارید ارتزاق میکنید و همه اون کسانی هم که در مقابل این مردم بایستند روز 11 اردیبهشت با خشم مردم مواجه خواهند شد و به کسانی که در نهادهای ارتش قرار دارن میگم که به سمت مردم بیان کمک بکنن به مردم. هیچ راهی وجود نداره به جز اتحاد نیروهای نظامی و مردم. تا زمانی که حکومت میدونه نیروهای نظامی رو علیه مردم قرار بده میتونه در واقع به مردم حکومت کنه، ولی زمانی که اون سربازی که یا اون افسر جزئی که واقعا حقوقشون همه زیر 2 میلیون تومنه به مردم بیان به پیوندن، حداقل کاری که بکنن اینه که هیچ دستور فرمانده موافقشون رو اطاعت نکنن و به مردم کمک بکنن که انشالله مردم بتونن از 11 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت تمام ادارات و سازمان‌های صدا و سیما رو در سراسر کشور به تصرف خودشون در بیارن. ما به فرماندهی این مردم خواهیم شتافت. حکومت آینده ایران از آن ما هستش و مطمئن باشید این سیستم و با این حکومت که شبیه آقای طالبان هستن، یعنی آقای خامنه‌ای، خلاصه کنید من میگم عمر و بن لادن نداره و من خواهشم از ایشون اینه که تا زمانی که ایشون دستگیر نشده خودشون این حکومت رو بذارن و برن. ممنونم عزیز. ببین یادتون باشه تشکل‌های کارگری، رهبران شناخته شده کارگری، این روز
روزیه که به دست شما ساخته میشه. فراخوان‌های شما، تومارهای شما الان داره به این روز جون میده. مردم میبینن. اتحادیه‌های کارگری زیر بیشترین فشارها بیشترین هزینه ها رو پرداختن، اما بیشترین سهم و نقش رو در این مبارزه ایفا میکنن. شب بخیر، بفرمید. سلام علیکم آقای بهاری، شبتون بخیر. ممنونم، شب شما. میخواستم خیلی تشکر بکنم به خاطر برنامه جالبی که دارید. دوم میخواستم سوال بکنم که کشورهای خارجی هم شما اگر صحبت بکنی خیلی جالب‌تر میشه، چون مردم یک انرژی میگیرن وقتی که ببینن که تو کشورهای خارجی ایرانیا ازشون پشتیبانی خواهند کرد. بله. معلوم عزیزم. چرا قطع کردی؟ بله. میموندی با بیش صحبت میکردیم. بفرمید، شبتون بخیر. آقای بهاری سلام عرض کردم. سلام از من هست خوربان، بفرمید. الو. بفرمید. آقای بهاری من میخواستم خدمت شما اولا سلام و خسته نباشید عرض کنم و ممنونم از این همه تعهد و دلسوزی که دارین که وقتی شما دارین صحبت میکنین اشک تو چشاتون جمع میشه. یعنی من اون عرق ایرانی بودن و تو وجود شما احساس میکنم و واقعا به خودم میبالم که یه همچین کسی که تو رفاه کامل داره اون سر زندگی میکنه، پس این که ایرانیه و به فرض این که ما به قول ما رو به اون خوشبختی و ایدئال خودمون برسیم به این عشق تو چشاش جمع میشه و انقدر وطن پرسته. این یک درستانی من میخواستم اینو خدمت هموطنان بگم. برای اعتراض ما مردم برای اعتراض به یه فیلم که به قول ما رو میاییم از یک به قول ما رو قسمت یه قشر از مردم قسمت از خاکمون به قول ما رو حالا لور برد باشه یه اعتراض تو اون سریال هرچی باشه میای صدها هزار نفر بیرون اعتراض میکنیم به قول ما رو برای اون فیلم، یا مثلا تیم فوتبالمون برنده میشه به قول ما رو میایم بیرون انقدر دایره دنبک میزنیم و انقدر به قول ما رو این جووناون شادی میکنن. در صورتی که من میدونم وقتی که یه همچین موضوع ملی پیش میاد این جوونایی که تو به قول ما رو خیابون دارن بشکن میزنن و انقدر شادی میکنن که این سازمانهای حقوق بشر وقتی بیان از دور نگاه بکنن میگن بابا این ملت که سیرن، این ملت که به قول من رو تو بازارا شب ای طوره قلقلت چجوریه، این ملت که به قول من رو که پس خود این جنبش های به قول من رو حقوق بشر میان از مردم ایران برنامه درست میکنن میگن ملت اینجوری هم گشتن فلان اینا، پس این جوان ها که دارن همه شون میزنن به قول من رو خوشی میکنن. خلاصه کنی صحبت. من فقط میخوام آقای بهاری من فقط آقای میخوام اینو بگم تا زمانی که ما به امامزاده های همسال امامزاده قیرخیلی، امامزاده ترفری، امامزاده ترتری به اینا اعتقاد داشته باشیم ما به قول معروف مگه اینکه یه خرافاتو بذاریم کنار روز 11 هم اردی بهش همصدا به قول از هیچی نترسیم بیاییم جلو قربان صداد بشم. ممنونم از ممنون از شما عزیزم. 11 اردی بهش اتفاقا نشون میدیم که حکومت اسلامی که میترسه. این کلمه ترس رو خیلی از شماها تکرار میکنید، مردم میترسن، مردم میترسن، این عبارت کاملا غلطه. جمهوری اسلامی میترسه، وحشت میکنه. مردم از چی بترسن؟ چرا بترسن؟ نه خیلی تو از الان دارم بخشنید. بفرمید، صداتون روی خط هست، بفرمید صحبت کن. الان بفرمید خانم. الان سلام آقا بهاری. سلام به شما، بفرمید. حسن نباشید. ممنونم، بفرمید نظر شما چیه؟ آقای بهاری من خانم کیانی از شهر ره. خیلی خوش اومدین خانم. خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. من کیانی از شهر ره هستم. من یه خانم 20 ساله هستم. صدای تلویزیون رو توجه نکنید. آقای بهاری بفرمید صحبت کنید. خانم کیانی از شهر ره 20 ساله هستم. دو تا بچه فقیر دارم. خانم عزیز لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، صحبتتون رو ادامه بدید. خانم کیانی دو تا بچه دارم. بله. دو تا بچه فقیر دارم. من کرایه خونه ماهی 200 تومن میدم.
خانم من صدای شما رو قطع کردم به خاطر اینکه نمیشد. شما یه بار میخواین صحبت کنین، یه بارم میخواین به صدای تلویزیون گوش بدید، صحبت خودتون رو بشنوید. چندین بار من گفتم که وقتی زنگ میزنید شما از تلفن زنگ میزنید، باید از تلفن گوش بدید. من صدای شما رو شنیدم، خانم کیانی هستید، ما 200,000 تومان اجارتونه، ولی بفرمایید صحبت کنید. اشاره میکنن که ما مینا احدی رو همراه خودمون داریم. امیدوارم که من اشتباه نشنیده باشم. مینا احدی به برنامه پخش مستقیم خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه‌تون. امیدوارم که فرصتی باشه که در مورد موضوعی که شایدم ربط مستقیم داره به بحث آزادی و عدالت، یعنی در مورد کمپین نجات ریحانه کمی صحبت کنم. بفرمایید، سراپا گوش هستیم. آخرین خبرها رو اگر میشه به ما بگید. همه نگرانن، همه مضطربن و میخوان ببینن که چه اقداماتی شده، چه پاسخی الان اومده. بفرمایید صحبت کنیم. بله، نکته اصلی شاید همین بود که گفته میشد که ممکنه مثلا همین امشب یا فردا صبح زود ساعت روز سه‌شنبه ریحانه را اعدام کنن. آخرین خبر این هست که از دفتر به اصطلاح مقامات بالای اتحادیه اروپا با ما تماس گرفتن و گفتن که با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کردن و اونا بهشون گفتن که فردا ریحانه اعدام نمیشه، یعنی حکم با این سرعت اجرا نمیشه و فردا اعدام نمیشه. در این حال گفتن مقامات اتحادیه اروپا به ما که جمهوری اسلامی درخواست کرده که اتحادیه اروپا بیانیه علنی و رسمی نده، چون ظاهرا جمهوری اسلامی گفته خانواده مقتول ممکنه ناراحت بشن. و ولی به هر حال امروز محسنی اجرایی هم تو تهران کنفرانس مطبوعاتی داشته که من تجربه این نوع کنفرانس ها دارم. هر وقت سر و صدایی به پا میشه و هر وقت مثل مورد سکینه محمدی آشتیانی که دنیا بلند میشه و بر علیه حکم اعدام یا سنگسار اعتراض میکنه، معمولا یکی از موضوعاتی که توی کنفرانس های مطبوعاتیشون مجبور میشن بهش اشاره کنن اون موضوع. امروز محسنی اجرایی در اولین کنفرانس مطبوعاتیش در سال به اصطلاح جدید در ایران مجبور میشه راجع به ریحانه حرف بزنه و اونجا میگه که میپرسن ازش که آیا حکم به زودی اجرا میشه یا اجرا شده، میگه نه اجرا نشده، ریحانه اعدام نشده و این موضوع قصاصه و خانواده مقتول باید به اصطلاح نظر بدن. و میگه در سال گذشته 300 خانواده مقتول خواهان این شدن که حکم اعدام ها اجرا نشه، مجبور میشه به نظر من یه همچین حرفی بزنه. در هر حال که اونجایی که به این آخرین اخبار برمیگرده، خب یک مقدار برای ما خوشحال کننده بود، منتها ما برنامه و کمپین خودمون ادامه خواهیم داد برای لغو قطعی حکم اعدام ریحانه جباری. آخرین خبرها در این حال همین هست که امروز دو تا روزنامه خیلی مهم آمریکا به زبان انگلیسی راجع به این موضوع مطلب نوشتن که با مسئولین کمپین و مثلا آقای مصطفی وکیل قبلی و تدایی صحبت کردن و این به زبان انگلیسی چاپ شده. در آلمان یک سایت خیلی پربیننده آلمانی به اسم سایت هومانیستا با من به زبان آلمانی راجع به این موضوع مصاحبه ای کرده که این مصاحبه امروز به زبان فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه شده و تو خیلی از وبسایت ها و به اصطلاح سایت های به زبان انگلیسی و اینا هم رفته. در هر حال ما الان ادامه میدیم این کمپین رو و حتما خبر دارید که در ایران تعداد زیادی از هنرمندا، تعداد زیادی از به اصطلاح ورزشکارا، نمیدونم تیمای ورزشی دفاع کردن از ریحانه. بحث خیلی زیاده، خیلی داغه در سطح بین المللی. تظاهرات هایی ما داشتیم، مثلا در واشنگتن دیروز تظاهرات بود، امروز در سلیمانیه تظاهرات بود، قراره در ترکیه تظاهرات باشه، دوستان در فرد سازماندهی هستن، در استوکهلم، گوتنبرگ، کیل، در فرانکفورت، هامبورگ و تورنتو کانادا اعلام تحسن کردن اصلا تا آزادی ریحانه. اعتراضات خیلی زیاده، بحثا خیلی زیاده، این تبدیل شده به یه مسئله بسیار مهم در ایران و در سطح بین المللی و از یه نظر وحدت خیلی زیادی بین مردم هست. امروز در تهران
به فراخوان تعدادی از جوانا 40 نفر رفتن در مقابل دفتر به اصطلاح مرکزی دادگستری در تهران و یه نامه نوشتن همونجا امضا کردن و تحویل دادن. یعنی همه جا واقعا حرکت های خیلی گسترده و همه با احساس دارن فعالیت میکنن برای آزادی ریحانه، در این حال بر علیه اعدام در ایران، و امیدوارم که به جایی برسه که ریحانه آزاد بشه و خبر آزادیشو بدیم، ولی نکته اصلی اینه که فردا حکم اجرا نمیشه. خبر واقعا نگران کننده ای که روز سر همه میچرخید و شما بهش جواب دادین. اما تومار اعتراضی به چند صد هزار نفر، صد هزار بیشتر رسیده بود، از این برامون بگین. این تومار هنوز بله، تومار اعتراضی به 100,000 که رسیده بود، بعدن به خاطر فعالیت ها، به خاطر گسترده شدن فعالیت ها، به خاطر حضور هنرمندا، حضور شخصیت های معروف در ایران و در سطح بین المللی، الان شده 127,000. یعنی من امروز صحبتی داشتم میکردم با تلویزیون پارس، تو همون فاصله که مثلا 10 دقیقه ما صحبت میکردیم، لحظه به لحظه دوستان اونجا میگفتن در اون فاصله 230 نفر امضا کردن که تعداد زیادی از ایران هستند. و به نظر من خود همین یک واقعا یه همایش، یه نظرسنجی عمومی هست که در سطح ایران و بین المللی داره اجرا میشه. 127 هزار نفر اعلام کردن که خواهان لغو حکم اعدام ریحانه هستن و این به نظر من یه اتفاق بسیار بزرگ. یعنی من به هر حال سالهاست علیه اعدام فعالیت میکنم، این یکی از کمپین های بسیار مهم، بسیار موفق به نظر من هست که ایران داخل رو با هم وصل کرده، تمام مردم رو توجهشون رو به این مسئله جلب کرده. تو فیسبوک تو همه جا می نویسن، نظر میدن در مورد اینکه بحث زنانه، بحث تجاوز به زنانه، بحث قوانین جمهوری اسلامی، سیستم قضایی حکومت اسلامی، و الان هم که بحثی که آقای مصطفی مطرح کرده در مورد اینکه جعبه سیاه این به صورت قتل چی بوده و اینکه بعضی از اسناد و مدارک رو خود جمهوری اسلامی حذف کرده، از بین برده، و این الان اومده وسط و خیلی از رسانه‌های بین‌المللی راجع به این حرف می‌زنن. در این حال سازمان ملل امروز یه بیانیه داد در مورد ریحانه و یک به صورت حرکتی شده مثل کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی، و از یک جنبه هایی با حضور هنرمنده، با حضور تیم های ورزشی از این زاویه حتی جلوتر داره میره این کمپین، و ما خیلی امیدواریم و فکر میکنم این کمک خیلی بزرگی خواهد بود برای ما در اعتراض بر علیه اعدام و برای لغو مجازات اعدام. ممنونم مینا هدی از خبر خوش، همیشه خوش خبر باشی. این واقعا فریاد انسانیت، یه اعتراض وسیعی، یه رنسانسی که در زندگی میلیون ها ایرانی داره اتفاق میفته، جنبش لغو اعدام و بخشی از عدالت خواهی مردم ایران هست. سپاسگزارم از اینکه در این برنامه با ما بودید. خیلی ممنون، روز شما بخیر. یادتون باشه 11 اردیبهشت، ضمن تشکر از مینا اهدی که خودشو بالاخره به این برنامه رسوند، ازش ممنونم و خبر خوشی رو برای همه ما داد. بفرمایید، شبتون بخیر. الو، بفرمایید، صداتون روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. صدا پخش میشه الان؟ بله صداتون پخش میشه. الو سلام، بفرمایید. سلام آقای باز، بفرمایید صحبت کنید، از وقتتون استفاده کنید. خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید صحبت کنید، نظرتون چی؟ 11 اردیبهشت، 16 روز دیگه است. ما اعدام نمیخوایم یکی از حرفای ماست، علیه اعدام یکی از حرفای همیشگی ماست. یادتون باشه 11 اردیبهشت رو ما میسازیم، ما ایجادش میکنیم، ما مهندسیش میکنیم. این حرف ماست، این سکوی ماست که داره ساخته میشه، و با کمک فعالین کارگری، با کمک رهبران کارگری، با کمک همه کسانی که تومارهای اعتراضی کارگری رو دست به دست میکنن، با حضور شماست که شاهرخ زمانی رو باید از زندان آزاد کرد، با حضور شماست که بهنام ابراهیم زاده رو باید از زندان آزاد کرد،
با حضور شماست که زندانیان سیاسی به خانواده هاشون ملحق میشن و از زندان آزاد میشن. 36 روز از اعتصاب قضای شاهرخ زمانی میگذره. بفرمایید عزیزم، صداتون روی خط هست. بفرمایید عزیزم، صحبت کنید. سلام آقای بهاردو. سلام، بفرمایید صداتون. ممنونم از برنامه که پخش میکنید. الو، صدای تلویزیون رو ببندید خواهش میکنم. صداتون روی خط هست، از وقتتون استفاده کنید. آها، چشم چشم. خسته نباشید، وقت میکنم. خیلی شما هم همینطور. خیلی ممنونم از این برنامه‌تون که پخشش میکنید. من از استان فارس ترک قشقایی هستم و زامتی میشم. بفرم. من کاکاخان وزیری هستم. تومارهای اعتراضی کارگری، تومار بفرمید. شبتون بخیر. الو، بفرمید. سلام. سلام از من هست، بفرمید. شما هم همینطور. یکم راجع با خود آقا صحبت کنیم. الو، بفرمید. الو، صدایتون صداتون روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. صدای تلویزیونتون رو هم ببندید. الو. تومار اعتراضی کارگری، تومار برای تجمع در روز اول ماه مه 11 اردیبهشت، تومار برای افزایش دستمزدها، تومار نه به زندگی خط فقر، همه اینها مثل صفحه نانوشته ایه که من و شما میریم مینویسیمش. این صفحه سفیده، با ما امضا میشه، با ما متحقق میشه. 11 اردیبهشت اولین اقدام ماست برای نگفتن به زندگی زیر خط فقر. ما این زندگی رو نمیخوایم. زندگی انسانی حق مسلم ماست. رفاه، آزادی، سعادت و خوشبختی چیزی است که مطالبه فوری ماست، مثل هر چیز فوری دیگه‌ای که به زندگی ما بستگی داره. رفاه و سعادت و عدالت همین نقش رو بازی میکنه. فوری، همین حالا میخوایمش و باید از زیر دست پال جمهوری اسلامی بیرونش بکشیم. همه شما که اعدام ریحانه جباری رو دارید متوقف میکنید، همه شما که شاهرخ زمانی رو به عنوان فرزند خودتون، به عنوان یکی از رهبران شناخته شده کارگری در قلبتون جا دادید، شما روز 11 اردیبهشت باید زندانیان سیاسی، کارگران زندانی رو به آغوش خانواده هاشون برگردانید. شاهرخ زمانی 36 روزه که در اعتصاب، اگر من روزشو اشتباه نکرده باشم 36 یا 37 روز. جنبش دفاع از حق کارگر باید شاهرخ زمانی رو برگردونه و از زندان آزاد کنه. بفرمایید، شبتون بخیر. ورزشگاه آقای بهاری. قطع شد صداتون. آزادی کارگران زندانی یکی از خواستهای فوری ماست. یادتون باشه در تهران خود شما اعلام کردید مقابل وزارت کار، در شهرهای دیگه مقابل اداره کار، در هر شهری که هستید همین الان قرار مداراتون رو بذارید. وقتی که میگیم برای تدارک روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت چه میکنین، اولین تدارک میدونید چیه؟ اولین تدارک اینه که شما خودت، همین کسی که صدای منو میشنوی، با کیا صحبت کردی؟ با کیا قول و قرار گذاشتی؟ یک، ما سر کار نمیریم، کار تعطیل است، مطلقاً کسی سر کار نمیره. روز 11 اردیبهشت خیابانها از آن ماست. در هر کجا که هستید، در شهر کوچیک، در شهر بزرگ، در مراکز صنعتی، ماهشهر، قزوین، خوزستان، تهران، اصفهان، مراکز کارگری، این روز روزی است که شما به میدون میایید.
و آزادی و رفاه و سعادت و خوشبختی رو استارت میزنید. این روز رو دست کم نگیرید. هر روز اول ماه مه نیست، یه روز اول ماه مه. ولی الان ما داریم به سراغش میریم، الان داریم میریم به استقبالش. تلفن‌های پرشوری شد، صحبت‌های پرشور و مهمی روی این خط شد، باید ادامش داد. قول و قرارها رو باید تنظیم کرد. چه چیزهایی رو می‌خوایم بگیم، چطوری می‌خوایم سفارایی کنیم، روی باندرول‌ها و پارچه‌ها و پلاکارد‌هامون چی می‌خوایم بنویسیم. دستمزد زیر خط فقر نمی‌خوایم. کمترین حداقل دستمزد 2 میلیون تومانه، نه 608 هزار تومانه. خط 5 برابر زیر خط فقر. فراموش نکنید ما جنبش علیه اعدامیم، ما جنبش آزادی هستیم، ما جنبش برابری هستیم، ما جنبش عدالت هستیم. تک تک ما مردمی که 11 اردیبهشت 16 روز دیگه پنج شنبه 11 اردیبهشت رو به روز جهانی برای آزادی مردم ایران تبدیل میکنیم. در خارج از کشور موج عظیمی برای دفاع از کارگران، برای دفاع از مردم ایران در حال شکل گیری. در همه تظاهرات هایی که در خارج کشور هست، چه از طرف حزب کمونیست کارگری ایران، چه از طرف همه نهادها و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی، تدارک وسیعی برای ظاهر شدن و دفاع کردن از مردم ایران و رساندن صدای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به جهانیان هست. تومارها رو باید امضا کرد، کارگر زندانی رو باید از زندان آزاد کرد. کارگران زندانی فرزندان ما، رهبران جنبش اجتماعی نه به جمهوری اسلامی، نه به زندگی خط زیر خط فقرند، و ما ایم که آزادی اونها رو تضمین میکنیم. ما این آزادی رو مینویسیم رون صفحه نانوشته‌ای که گفتم، مینویسیم و مقابل جمهوری اسلامی قرار میدیم. ما به کمتر از یک زندگی مدرن و همونطور که کارگر توی نیویورک و لندن و پاریس زندگی میکنه، به کمتر از اون رضایت نمیدیم. زندگی انسانی حق مسلم ماست، این حق مال ماست. جمهوری اسلامی از ما گرفتش، اومدیم پسش بگیریم، اومدیم برش گردوندیم، اومدیم حرمت رو به خودمون برگردونیم. ممنون از همه شما که فعالانه روی خط تلفن اظهار نظر کردید. کماکان ما اظهار نظر و تدارک برای برپا کردن روز جهانی کارگر رو به اشکال مختلف ادامه میدیم. چند چیز رو باز من میخوام تکرار کنم. یک، همه شما در تدارک اول ماه مه باشید. به دیگران موکول نکنید. دیگران یعنی شما. دیگرانی وجود ندارن، ما ایم، ما به هم خبر میدیم. همین حالا شما بینندگان تلویزیون کانال جدید و برنامه پخش مستقیم، همین حالا قرارتون رو پای همین تلویزیون کنار خانوادتون، کنار دوستاتون گذاشتین؟ اگر نذاشتین یه پا عقبی. همین الان باید این قرار تکمیل شده باشه. به کیا خبر میدیم؟ به همه خبر میدیم. ما همه با هم اهالی خانواده در خیابان هستیم. کودکان شما، نوجوانان شما، جوانان شما، همه با هم در خیابانیم. براش باید تدارک دید و همدیگر باید خبر کرد. این اولین و مهمترین گامیه که میخواییم برداریم و ابتکاراتی که و شعارهایی که و مطالباتی که تعیین میکنیم و بنابه فضایی که ایجاد کردیم اعلام میکنیم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. از اینکه روی خط اومدید و اظهار نظر کردید، شجاعانه و راه نشون دادید و خط نشون دادید، سپاسگزارم. به امید دیدارهای بعدی و برگزاری یک روز پرشور پنجشنبه 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر. شب بر شما خوش.